سلام و تقدیم ارادت حضور فرد شما بینندگان ارجمند، به نام خدا و با درود حضرت حق به همه رسولان، به برنامه مستقیم و زنده دیگری از شبکه پیوند خوش آمدید. حسن و زیبایی باید با ملاحت توأم باشد، تا اقل به قول حافظ این طور است: حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع، افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع، شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت. زین آتش نهفته که در سینه من است، زین آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت. میخواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست، از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت. آسوده بر کنار چو پرگار میشدم، آسوده بر کنار چو پرگار میشدم، دوران چون نقطه عاقبتم در میان گرفت. آن روز شوق ساغر می خرمنم بسوخت، کاتش ز عکس عارض ساقی در آن گرفت. خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان، زین فتنه ها که دامن آخر زمان گرفت. می خور که هر که آخر کار جهان بدید، از غم سبک بر آمد و رطل گران گرفت. بر برگ گل به خون شقایق نوشتند، بر برگ گل به خون شقایق نوشتند، کان کس که پخته شد پخته شدی چون ارغوان گرفت. عذر میخوام. بر برگ گل به خون شقایق نوشتند، کان کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت. حافظ چو آب لطف ز نظم تو می چکد، حاسد چگونه نکته تواند بران گرفت. با عرض پوزش از صحبی که شد، در برنامه های زنده همیشه این دور اتفاقات می افتد. حسن و زیبایی همانطور که گفتم باید با ملاحت توأم باشد، لااقل حافظ این طور میگوید. مهرورزی و نیکخواهی شیوه بزرگان است. اتفاق بین زیبایی و دانایی و نیکویی اتفاقی است جهانگیر و اتحادی است توحیدی و سمدی. آتش خدمت و آتش مودت و آتش احسان و آتش اتحاد و آتش وصال و آتش ایثار و بخشش
چون اوج بگیرد و ارتفاع آغاز کند، خورشید با همه عظمت و نورانیت در مقابل شعله آن سر تسلیم فرو می آورد و خورشید با همه نور و عظمت در مقابل نور خدمت و نور ارشاد و نور ایثار و نور احسان شمع بیقابلی بیش نیست. این آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله است که در آسمان گرفت. به سعی من در این برنامه ها، به خصوص برنامه هایی که در آغاز مغرب، زمانی که بیشتر شما عزیزان از یک روز طولانی و پرزحمت و انشاءالله تولیدی و ثمربخش به خانه باز میگردید و دوران کوتاه استراحت شما قبل از رفتن به بستر آغاز می شود، امید بر این است که ما بتوانیم بهترین ها رو به شما تقدیم بکنیم و در پیش آمد این آسایش و آرامش سهمی داشته باشیم برای شما عزیزان. و در این حال اگر مطالبی در بین صحبت ها می تواند که سودمند واقع شود، اونها رو هم بی دریغ ایثار کنیم. به این لحاظ ما سعی می کنیم که در این برنامه ها تا اونجایی که امکان دارد از دوستان دردمند و هنرمند که هم دردمند باشند و هم هنرمند باشند بیشتر استفاده کنیم و برای تلطیف برنامه از این عزیزان مدد بخواهیم. چندی پیش در برنامه ما از دوستی یاد شد که نامه انتقادآمیزی نوشته بودند که قدری تند بود و به یکی از برنامه گذاران برنامه های مختلفی که ما داریم اشاره کرده بودند و مطالب بسیار سودمندی و همینطور مطالب منطقی و واقعا قابل توجهی در نامه ایشان بود. اما در این حال به علت رنجیدگی نویسنده نامه و دردمندی او، گاهی از اوقات در جملات و نوشته های او آثار این درد و آثار این هرمان دیده می شد و ضمن اینکه بیانات او بسیار سودمند و در واقع کارساز به نظر می رسید، اما به علت عدم رعایت بعضی از جنبه های مهرورزی و زیباگویی و دادخواهی، قدری دادخواهی او قابل قبول نمی بود در مخزن عاطفی افراد، به خصوص مخزن عاطفی مخاطب او. تصور کردم که در اون برنامه، البته من توضیحاتی دادم که به علت کوتاه بودن وقت فرصت نکردم که به همه مطالبی که در نظر داشتم بپردازم. در بخشی از برنامه این جلسه نکات ضروری و خلاصه ای از مطالب قبل رو به عرض شما میرسانم و بعد به یک موضوع مهم دیگری اشاره میکنم و نمونه ای عرضه میکنم به شما که چطور انسان میتواند که هم انتقاد کند، هم مطالب زشت رو در زبان زیبا بازگو کند و هم انتقاد او کارساز باشد بدون اینکه عکس العمل معاند و مخالف ایجاد بکند. همونطور که در جلسه گذشته عرض کردم، ما باید در
مواردی که به کاری ایراد داریم، البته این مربوط به این بیننده نمیشه، من از این موضوع و از این بهانه استفاده کردم که یک روش و یک خط مشی رو در ارتباط با سایر افراد در سطح عمومی موضوعات مختلف مطرح کنم که ما در روز از خواب که برمیخیزیم تا شب با افراد، با همه افراد دارای تفاوت فکر هستیم و هیچ کس با هیچ کس در هیچ موردی برابر نیست و همه ما اندک یا بسیار با هم تفاوت داریم و در این تفاوت‌ها سعی می‌کنیم که به جای اینکه خود ما شبیه دیگران بشویم، دیگران رو شبیه خودمون بکنیم و این عمل، یعنی این رفع کردن تفاوت‌ها و تنوع‌ها در زندگی، اگر از طریق صحیح انجام بشود بسیار کارساز و در جهت تکامل جامعه بشر است و اگر که جنبه اغراض داشته باشد و جنبه اطفاء آرای شخصی داشته باشد و در واقع آبی بر آتش وجود خودمون بزنیم و این آتش رو به دیگری منتقل کنیم، همه ی حرف هایی که ما میزنیم، حتی اگر حرف های صحیح و سازنده باشد، به حرف های مخرب تبدیل می شود و در واقع ما به جای اینکه ساختمانی بسازیم برای جامعه بشر، ساختمان های موجود رو هم می توانیم که با ایجاد نفرت و دوری ویران کنیم و تخریب کنیم. عرض می کردم در جلسه گذشته که ما باید از ادبیاتی که برای ترحیم بیشتر، برای دوستی بیشتر، برای ایجاد رحمت بیشتر به کار می رود و مفید است در تعاملات عقیدتی استفاده کنیم و توجه داشته باشیم که این محاوره ها و این گفتگوها و در واقع به زبان دینیم این تعارفات، این معارفه ها نباید به خاطر ارضاء گوینده باشد، بلکه باید به خاطر روشن کردن حقایق باشد، حتی اگر به ضرر گوینده باشد. و باید بدانیم که کلامی که ما از دهان خارج می کنیم در واقع حالت امانی پیدا می کند، یعنی لحظه ای که ما یک کلامی رو رها کردیم، مثل تیری که از کمان رها میشه، قابل برگشت نیست و یا بسیار مشکل برگشتش. و ما باید مراقب باشیم که کلام معارفه، کلامی که باعث شناسایی میشود، کلامی نباشد که باعث جدایی بشود، چون کلام اگر باعث جدایی بشود، ارتباط و معارفه قطع میشود و دو نفر که با هم صحبت می کنند، اگر حالت تنفر و عناد پیش بیاید، ناشناسی پیش می آید، بیگانگی پیش می آید و هم دیگر رو نمی شناسند و در این ناشناسی است که بیگانگی خشونت می زاید، خرافات می زاید و در سایه خشونت هر اتفاقی محتمل الوقوع می شود. کلام معارفه باید از حسن نیت برخوردار باشد، از اخلاق و از مسئولیت برخوردار باشد و باعث رفع کدورت بشود و باعث ایجاد اتحاد بشود و دروازه های جدیدی رو باز بکند برای اندیشیدن و برای فکر کردن و برای فلسفه های جدید رو پیدا کردن و در مورد هستی و علت هستی و ارتباط انسان‌ها و ارتباط ذهن‌ها و فکرها با هم صحبت کرد و این فرصت‌های طلایی و گرانبها رو نباید به خاطر ارضاء عواطف، غرایز یا شهوت‌های شخصی انسان از اونها استفاده بکند و به نوعی کامجویی ذهنی بپردازد در جهت ویران کردن پایه‌های عاطفی و غرور و شخصیت دیگران. در این مهم باید ما از عواملی که باعث انسداد تفاهم و
موجب تخریب ارتباطات ذهنی می شود جدا مقاومت کنیم و بر نفس خود فائق بشویم و از این نوع اعمال دور بایستیم و پرهیز کنیم. در آغاز کار در هفته گذشته هم عرض کردم و به علت استقبال شدید شما و اوامر کثیری که صادر فرمودید و تقاضاهای بیشماری که کردید، برای توضیح بیشتر در مورد مطالبی که داده شد، بنده فکر کردم که این مطالب رو در قالب فرمت خلاصه تری حضور شما عزیزان معروض بدارم. در درجه اول باید گفت که مطالبی که ما عرضه می کنیم بایستی که درش حالت قضاوت نباشه، بیشتر حالت سوال باشه، حالت طرح باشه تا حالت قضاوت. قضاوت پایان کاره و وقتی که ما راجع به یک موضوعی قضاوت میکنیم، یعنی ما ذهنمون رو ساختیم و تصمیممون رو گرفتیم، مطالعاتمون رو کردیم و خیلی مشکل هست که کار به مرحله قضاوت برسد و قابل تغییر باشد و این رو شنونده میفهمد. اگر کلام ما جنبه قضاوتی داشته باشد، در او هم ایجاد قضاوت میکند و دو قضاوت در مقابل هم میستند و کار به مخالفت و احتمالاً مجادله و بعد هم دشمنی و نتیجه نهایی گریز از هم و دوری و در واقع فاصله و بیگانگی خواهد شد. و در منطق عناد و دشمنی و کینه هر اتفاق ناگواری می افتد و انصاف و مروت و رحم و شفقت و انسانیت، همه اینها از بین می رود. هیچ کدام اینها در میدان جنگ جایی برای وجود ندارند. قضاوت در واقع در محاورات نوعی پیش داوری است که باعث توقف گفتار و تعارف می شود و در واقع گوینده نشان می دهد که آماده شنیدن هیچ چیز نیست و به این وسیله مخاطب رو متوقف می کند از گفتار و پشیمان می کند از گفتار و در نتیجه باب تعارف مسدود می شود. موضوع دوم که باز هم در جلسه گذشته حضور شما عرض کردم، موضوع تحقیر عقاید مخاطب است. به بازی گرفتن و استهزا کردن و دست کم گرفتن، که هر وقتی که ما کسی رو دست کم بگیریم یا تحقیر کنیم و کوچک بشماریم در سخنانی که میگوییم، در عقاید که اظهار میکنیم، در واقع منطق استماع رو که برای شنیدن چیزهای جدید هست، انسان اگر چیز جدیدی نباشد میل به استماع و گوش دادن ندارد و وقتی که ما قضاوت میکنیم شخص گوش نمیداد. وقتی که ما او رو تحقیر میکنیم و کوچک میشماریم و عقاید او رو بی ارزش قلمداد میکنیم، به ما گوش نمیداد و نتیجتاً ما با دیوار صحبت میکنیم و واقعا زحمت خودمون رو اضافه میکنیم و صحبتهایی که میکنیم فقط ایجاد خفقان و ایجاد خستگی و سردرد و مقاومت و هر کلامی که میگوییم دشمنی بیشتری ایجاد میکنیم. اصل اول قضاوت و پیش‌داوری است. اصل دوم تحقیر و کوچک کردن و استهزاء عقاید طرفی است که نظریات و مورد بررسی قرار میگیرد و نتیجتاً عمر و وقت و هستی و سرمایه هر دو نفر در اینجا باطل می شود و از بین می رود. وقتی که ما میدان دوستی و میدان در واقع کنجکاوی و استفهام رو، جایی که ما برای طلب فهمیدن پا می گذاریم و در مجلسی که برای فهمیدن مجهولات خود قدم بر می داریم و سعی می کنیم که با گفتگو و تعارف مجهولات خود رو تبدیل به معلومات بکنیم، ولی این میدان تفاهم، میدان استفهام تبدیل به میدان جنگ و مقاتله می شود
و ذهنیت ها در مقابل هم می ایستند و فقط دفاع می کنند و برای این دفاع گاهی از اوقات کار به حمله هم می کشد و در حمله پیش دستی به وجود می آید و لحظه به لحظه تنفر و دشمنی بین دو طرفی که برای استفهام آمده بودند ایجاد می شود. یعنی گفتن و شنیدن با پیش‌داوری و تحقیر تبدیل به حمله و دفاع می شود و هیچ چیز از تفاهم به جا نمی ماند. در امر قضاوت که این کار مربوط به دادگاه است، مربوط به محکمه است که مردم کسی را انتخاب می کنند به عنوان قاضی که او بر آنها حکم کند و مردم اکثرا حکم قاضی رو دوست ندارند، اما به علت اختیاری که به او دادن حکم او رو مجبور هستند که اجرا بکنند. فراموش نکنید که قاضی به این خاطر قضاوت میکند که در مسند قضاوت نشسته است، اما من و شما در مسند قضاوت ننشسته ایم و نباید قضاوت کنیم، چون قضاوت احتیاج به حکم و احتیاج به تجویز و جواز کار دارد. ما وقتی جواز قضاوت نداریم نباید قضاوت کنیم، چون در هر قضاوتی موضوع تحکیم و تنبیه مطرح است و ما قدرت و اجازه تنبیه و اجازه تحکیم نداریم. در واقع وقتی که ما قضاوت به خرج می دهیم و تحقیر به کار می بریم، تعلیم رو تبدیل به تحکیم کردیم و حرمت رو تبدیل به استهزا و تحقیر کردیم. در موضوع تحقیر ذهنیت شخص به جای اینکه به ارزیابی کلمات ما بپردازد، به ساختن دیواری میپردازد که در مقابل گفتار ما بایستد و نگذارد که تیر گفتار ما بر قلب عاطفی مخاطب وارد بشود و باعث جراحت و رنجش بیشتر او بشود. عموما در مباحث علمی و نظری تعامل افکار به صورت طبیعی یک امر رایج و میسر و جاری است و کمتر با تعصباتی از تملک عقیده همراه است. بنابراین مشاهده می شود که به لحاظ عدم وجود تعصب و قضاوت و حس تملک و اقتدار و انحصار، در موضوعات علمی و منطقی عقاید به صورت آزادانه و راحت در ذهن پویندگان آن سفر می کند و به تعبیر و تفهیم و واقعیات تبدیل می شود. مهمتر از همه این که در گفتگوهای علمی است که تعارفات علمی است، معارفه های علمی است، تعاطی افکار در امور علمی است که علوم به تکامل میرسند و بشر به اینجایی رسیده که امروز رسیده، یعنی در همین گفتگوها و محاورات و رد و بدل کردن و تعاملات فکر و اندیشه و نظریه است که افراد به اینجا رسیدند و علم به این درجه رسیده. اما به محض اینی که ما نسبت به عقایدی که داریم احساس مالکیت کنیم و بر عقاید خود رنگ خلوص و گاهی از اوقات رنگ تقدس قائل بشویم و با عقیده خودمون به عنوان یک موجود مقدس وارد محاوره بشویم، در واقع مرگ عقاید و مرگ دوستی در اونجا همزمان شده است. به همین لحاظ علم به مفهوم فناوری یا تکنولوژی با این سرعت حیرت آور در حال تکمیل و تکامل است، حالان که می‌بینیم موضوعات عقیدتی به لحاظ اتصال و اتکای آن به سند عاطفه و پایگاه مالکیت عقاید و محور ارزش‌های ذهنی در طول تاریخ بشر از نعمت استفاده از منطق تکامل افکار و اندیشه ها به شدت محروم مانده است. اشکال بزرگ در این امر از این موضع ناشی می شود که
در موضوعاتی که اخلاق و عقیده با هم ترکیب می شوند برای طرفین که متعامل هستند در این گفتگو و داد و ستد ذهنی تشکیل نوعی هویت و شخصیت وجودی و شناسایی ارزشی می دهد، به نحوی که شخص تبدیل به عقیده خود می شود و عقیده شخص می شود، شخص عقیده می شود و عقیده او برای او دارای شرافت ترکیبی می شود، ترکیبی که بین شرافت و ناموس او رفت و بدر رفت آمد می کند و نوعی اختصاص هویتی به او می باشد و شخص در واقع برای حفظ ناموس و شرافت و هویتی که به صورت جعلی برای خودش ساخته مشغول مبارزه میشه و سعی میکنه که او رو حفظ بکنه. این ارزش هایی که ما برای خودمون ایجاد کردیم و در قالب اون ارزش ها ما خودنمایی میکنیم و هویت پیدا میکنیم، در مقابل هر منطقی که با ارزش های ما، ارزش هایی که ترکیبی از ناموس و شرافت و هویت ما شده، این ارزش هایی که ما هستیم، هر کس با این ارزش ها مقاومت بکنه در عیناً مثل این است که با ناموس، با شرافت، با هویت، با هستی ما مقابله کرده. ما باید سعی کنیم که عقایدمون رو تبدیل به شرافت و ناموس خودمون نکنیم و عقاید خودمون رو متصل به خودمون نکنیم. عقاید رو در مرحله‌ای بگذاریم که این یک نظریه است، یک فکر است، یک اندیشه است، می تواند صحیح باشد، می تواند درست نباشد. تنها زمانی که ما به واقعیت عقاید خودمون پی می بریم در تعاطی افکار و در تعامل اندیشه و در معارفاتی است که با دیگران انجام می دهیم بر اساس مودت و احترام متقابل. و اگر ما تصور کنیم که ما عقیده خود هستیم و جز عقیده چیز دیگری نیستیم و عقیده ما ناموس ماست، این ترکیب ناموس و عقیده در هویت انسان موجب می شود که همه درهای منطق و استفهام به روی انسان مسدود بشود و بزرگترین اشکال همه ما در مباحث و معارفات مختلفی که انجام می دهیم، به خصوص در عقاید دینی و سیاسی، دارای نوعی تهجر و تعصب در بعد تاریخ هست و ما یک نوع تهجر و یک نوع تعصب رو به ارث می بریم در گفتگوهایی که مربوط به عقاید دینی ما می شود و ما خودمون رو در واقع از درک حقایق محروم میکنیم. یعنی ما اگر یک چیزی رو به عنوان دین قبول کردیم، چون پایه دین رو در تقدس میبینیم و عقیده دینی ما تبدیل به عقیده مقدس میشه و ما حافظ اون تقدس میشیم و نگهبان اون تقدس میشیم و به هیچ عنوان حاضر نیستیم چیزی رو که مقدس میدانیم به تعامل اندیشه بگذاریم و همش سعی میکنیم که اون چیزی که برای ما مقدس است یا تصور میکنیم که باید مقدس باشد بر دیگران تحمیل کنیم و این کار تعلیم رو به غلط به تحکیم میکشاند. و چون دین ما جزء ما و ما جزئی از دین ما هستیم، تعامل با عقاید دینی معمولا با تعامل به موجودیت و شخصیت فرد مبدل می شود و ما هر که راجع به دین ما و عقاید دینی ما سخن بگوید، بر این تصور و اندیشه قائل می شویم که راجع به ما و هویت ما و شرافت ما و ناموس ما و هستی ما سخن می گوید، در حالی که عقیده دینی هم مثل یک عقیده علمی، مثل یک عقیده دیگر می تواند که مورد بحث و گفتگو قرار بگیرد و ما می بینیم که بسیاری از افراد دارای عقایدی هستند، عقاید دینی که با عقاید ما متفاوت است
بنابراین اگر که بگوییم حقیقت یک حقیقت واحد بیشتر نیست، همین تنوع عقاید و باورهای دینی نماینده عدم تقدس این باورهاست. یعنی ما باید قبول بکنیم که نمیتوانیم که دارای این نظریه و عقیده باشیم که اون چرا که ما فکر میکنیم صحت دارد و گفتار بقیه صحیح نیست. سلام عرض میکنم حضورتون. بفرمایید. بفرمایید. سلام عرض میکنم. خسته نباشید آقای دکتر. زنده باشید. من تهرانی هستم، از مونترال کانادا مزاحمتون میشم. دیشب هم مزاحمتون شدم، چند تا سوال کرده بودم. امروز هم میخواستم چند تا سوال داشتم از خدمتتون بپرسم اگه مسئله نیست. خواهش میکنم. بفرمایید. ببینید، یکی راجع به حج که دیروزم پرسیدم، یعنی من بازم برای من جا نیفتاد با توضیحاتی که شما فرمودین، چون اینجور که شما فرمودین گفتین که این حج و نماز و روزه مثلا یه ساپورت کننده هستن، یک عبارت مثلا فرعی و حمایتی هستن برای مثل تعقل و انفاق و احسان و زکات هم چیزایی. بله. درسته؟ بله همینطور. خب اگه اینطور باشه، نماز یه چیزی که واجبه، چجور میتونه یه چیز فرعی باشه، حمایتی باشه برای اینا؟ من متوجه نشدم. حج مثلا یه چیز واجبه باید انجام بدیم، حالا این چجوری یه چیز حمایتی میشه برای مثلا احسان و زکات؟ اینو متوجه نشدم. بله. نماز وقتی شما میخوانید و تعهدی در نماز میکنید، که همه ما موقع نماز تعهد میکنیم که از خدا اطاعت کنیم و به عبادت خدا بپردازیم و عبد او باشیم و او معبود ما باشد، از فرمانهای خدا یکی هم این است که حتما قبل از هر چیز انفاق کنید و ما انفاق نمی کنیم. بنابراین نماز ما تبدیل به نماز دروغ و نماز گناه و نماز کفر می شود و اگر ما نماز نخوانیم به مراتب از ثواب و رحمت بیشتری برخوردار می شویم تا اینکه نماز بخوانیم و در واقع از اون چی که تعهد کرده ایم سرپیچی کنیم، و همه ما سرپیچی می کنیم. در قرآن ما هیچ حکمی نداریم که برای نماز نخواندن کسی مجازات بشود. نماز امر شده در قرآن، اما برای نماز نخواندن دستوری داده نشده که شخص مورد مجازات قرار می گیرد و در واقع خشم خدا بر او برمی‌انگیزد اگر نماز نخواند. اما آیه سوره‌ای داریم، سوره ماعون در قرآن، که اگر کسی نماز بخواند و درست نماز نخواند، وای بر او. وقتی قرآن میگوید وای بر او، ویل للمصلین، وای بر نمازگزاران، نمازگزارانی که با تعهداتی که در نماز انجام میدهند کارشون رو تطبیق نمیدن. موضوع دیگر این که در باب انفاق تعهدی است. ما وقتی نماز میخوانیم اولین تعهدی که میکنیم این است که خدایا هر چه تو گفته ای ما میشنویم و ما به فرمان تو هستیم، ما مطیع تو هستیم. اولین دستوری که خدا در قرآن داده این است که انفاق کنید، و قرآن میگوید اگر شما انفاق نکنید متقی نیستید. شما اگر متقی نیستید فاسق هستید، و اگر کسی فاسق است راهنمایی نمیشود. اول سوره بقره میگوید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، این کتابی که در مفاهیم آن تردید و شکی وجود ندارد، این کتاب راهنمایی میکند کسانی رو که متقی هستند، دارای تقوا هستند. و بعد تعریف میکند برای شما در آیه بعدی، بلافاصله در آیه بعدی، که متقیان چه کسانی هستند. و جزء شروط متقی یکی اعتقاد به غیب است، یکی برقرار کردن دائمی صلات و نماز با خداست، و سوم انفاق است. یعنی انفاق و خداپرستی و نماز سه شرط اولیه از شش شرطی هستند که شخص رو متقی می کنند، و اگر شخص متقی نباشد هدایت نمی شود. بنابراین نماز و انفاق دست به دست هم حرکت میکنند. میگوید الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که متقی هستند کسانی هستند که یک ایمان به غیب دارند، و یقیمون الصلاة، و کسانی هستند که برقرار میکنند، مقیم میشوند در کوی صلات، در کوی نماز، به نماز مشغول میشوند، نه اینکه به نماز شروع میکنند و از نماز فارغ میشوند.
شاغل می شوند به نماز، دائمی می شوند در نماز. و بعد شرط سوم می گوید که و مما رزقناهم ينفقون، و کسانی که از آنچه رزق آنها کرده ایم انفاق می کند. به همین سادگی، بدون اینکه هیچ تعبیر و تفسیری داشته باشد. بنابراین اگر کسی نماز می خواند، نماز به عنوان یک عبادت مستقل در قرآن ممنوع شده است. کما اینکه در سوره ماعون می گوید که 4 دسته از افراد هستند که اینها نمازی که می خوانند کار جنایت انجام می دهند. و اون 4 مورد رو در سوره ماعون، فکر می کنم سوره 109 قرآن باشه، بخوانید و خودتون معنیش رو می فهمید که کسانی که نماز می خوانند و قواعد و نماز رو رعایت نمی کنند چه مجازاتی در قرآن برای اونها در نظر گرفته شد. این که من گفتم نماز فرعی است، فرعی نه به عنوان اینکه شخص آزاد باشد بخواند یا نخواند. نماز عبارت است از حمایت کننده یک حکم دیگری که در قرآن وجود دارد. نماز یک عبادتی است که به تنهایی هیچ نوع ارزشی ندارد و هیچ کجا نمی رود. سهل است نمازی که به تنهایی خوانده بشود و شروط نماز در او رعایت نشود، بزرگترین جنایتی است که در قرآن نسبت به او اشاره کرده. چون مردم دوست ندارند که این حرف ها رو بشنوند و کسانی که به ما درس داده اند برای اینکه بتوانند از ما حق و حساب دریافت کنند، سعی می کنند که رضایت ما رو فراهم بکنند، دین رو به نحوی تیلر بکنند، به نحوی تعدیل بکنند که مورد رضایت ما باشه، که ما نهایتاً یک پولی به اونها بدهیم و اونها رو حمایت کنیم، کما اینکه در 1400 سال گذشته کردیم. اما واقعیت نباید این باشد و نیستین. ما اگر نماز بخوانیم، فقط صرف نماز تعهد است. شما نماز که میخوانید بدهکار میشوید، متعهد میشوید که امر خدا را اطاعت بکنید. اولین امر خدا این است که شما انفاق کنید در کنار نمازی که انجام میدهید. و اگر این دو با هم ترکیب نشود، یعنی شما انفاق همراه عبادت نمازتان نیاید، اون عبادت به هیچ دردی نمیخورد. حالا اگر کسی انفاق نکند متقی نیست. اگر کسی متقی نیست فاسق است. فاسق چطور به مکه میرود؟ چطور لازم است که حج انجام بدهد؟ به دیدن چه کسی میرود؟ کسی که قرآن او رو فاسق مینامد و میگوید من تو رو هدایت نمی کنم. 1000 بار همین قرآن رو از اول تا آخر بخوانی و حفظ کنی، من تو رو هدایت نمی کنم. چرا؟ چون فاسد هستی، فاسق هستی. به چه خاطر؟ نه اینکه چون نماز نخواندی، چون نماز خواندی و تعهد کردی و دروغ گفتی و از قرآن بیخبر شدی. من که خدای تو هستم به تو میگویم که ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب که در مفاهیم آن تردیدی نیست، هدن للمتقین، هدایت کننده ایست برای کسانی که تقوا دارند. و بعد میگوید کسانی که تقوا دارند خارج از این گروه نیستند. حالا شما میفرمایید که میشود که نماز خواند و به صرف نماز مسلمان بود و با خدا بی حساب بود و فاسق نبود و هدایت شد، و بعد وقتی شخص هدایت میشود به عبادت های دیگر بپردازد و به حج هم برود. این کسانی که به حج رفته اند و انفاق نکرده اند، اونهایی که انفاق کرده اند، من تا به حال کسی رو ندیدم که در این سنی که خدا به من داده که کسی به حج رفته باشد و انفاق کرده باشد. چرا؟ چون مفهوم انفاق این است که اونقدر از داشته خود بدهی تا یا تو به حد اقل برسی یا در جامعه برابری ایجاد بشود. هیچ معنی دیگه انفاق نمیداد. بنابراین من اگر که فرض بفرمایید که در ماه 500 دلار احتیاج به خرج دارم، اگر 600 دلار درآمد دارم، من با 100 دلار دادن در ماه به حد اقل زندگی میرسم. من انفاق رو انجام دادم. اما کسی که احتمالاً 100 میلیارد دلار سرمایه دارد، مخارج او هم در ماه مثل من 500 دلار است. 500 دلار است. اگر مال من 500 دلار باشد، مال او هم 500 دلار است. 500 دلار است. بقیه اون چه که او دارد باید انفاق بدهد. و
بعد در قرآن آیه های دیگری هم شب گذشته با شما مطرح کردیم که مجموعه این آیات این بود که تقوا، اساره تقوا، ریشه تقوا بر مبنای انفاق قرار داده شده و در واقع نماز تعهدی است که به خدا ما تعهد میکنیم که خدایا من تعهد میکنم که دستور تو رو انجام بدم و اولین دستور تو خدایا انفاق است، بنابراین من در نماز تعهد میکنم که خدایا من به تو قول میدهم، من به تو تعهد میکنم که انفاق بدهم. این خلاصه چکیده مفهوم نماز است. بنابراین اگر شما نماز میخوانید انفاق نمیکنید، نماز شما نه تنها مقبول نیست بلکه تبدیل به جرم میشود و انسان مجرمی که هدایت نشده است چون تقوا نداشته است چطور میتواند به عبادتهای دیگر بپردازد و اصلا چطور میتواند نام خود رو مسلمان بگذارد و چطور میتواند که ادعای عبادت بکند و با چه رویی به زیارت خانه خدا برود؟ در دنیایی که ما امروز زندگی میکنیم، اگر یک سال فقط کسانی که برای یک سال به حج نروند، تعداد مدارسی که ساخته می شود چند هزار خواهد بود، کارخانه هایی که ساخته می شود چند هزار خواهد بود، مشاغل جدیدی که ایجاد می شود چند هزار خواهد بود. آمارش رو من یک بار در این شبکه خواندم، تعداد شاخهای عمیقی که می توانند حفر بکنند، هزاران هزار هکتار زمینی که زیر کشت می رود، این همه آبادی و آزادی و انفاق. ما بزرگترین انفاقی که در حال حاضر می توانیم انجام بدهیم نرفتن به حج است، برای همه کسانی که تا به حال به حج رفتند و باید توبه کنند. ما در حال حاضر برای اجرای امر خدا، اگه برای تفریح و سیاحت می روید اون فضولیش به من نیامده، اما اگر سوال شما سوال قرآنی است که ما آیا می توانیم به حج برویم یا نه، چون در مقابل صلات و در مقابل انفاق قرار می گیرید، در مقابل تقوا قرار می گیرید و همه اینها بر می گرده در رأس یک هرمی که انسان هدایت نمی شه مگر متقی باشه، انسان متقی نیست مگر اینکه انفاق کنه. حالا به این سادگی که عرض می کنم، اگر کسی انفاق نمی کنه پس تقوا هم نداره. اگه تقوا نداره، این گفتار من نیستان، با من به جنگ کسی بر نیاد. اگر من خدا شده بودم و قرآن وعظ می کردم شاید قرآن من متفاوت بود، ولی من هنوز خدا نشدم. بنابراین ما بنده خدا هستیم و کسانی که ادعا می کنن مسلمان هستند و این قرآن رو به کلام بودن خدا قبول دارن، باید از این قرآن اطاعت کنن یا ترک اسلام کنن. این کتاب هم شوخی و تفسیر و تعبیر با کسی ندارد، صریح میگوید این کتاب کسانی را هدایت میکنند که متقی هستند. ما میگوییم متقی کیست؟ متقی کسی است که بعد از اینکه البته باید پیامبر را قبول داشته باشد، پیامبرهای دیگر را قبول داشته باشد، کتب آسمانی را قبول داشته باشد، به روز قیامت ایمان داشته باشد، یقین داشته باشد، به عالم غیب ایمان داشته باشد، تهمانده کار و شیره و اساره کار این است که نماز بخواند، که در نماز تعهد کند ایاک نعبد و ایاک نستعین، ذکر خدا را بگوید و یاد فرمان خدا بیفتد و تعهد کند که فرمان خدا را انجام می‌دهد. اولین فرمان خدا انفاق است. به این لحاظ من عرض کردم که عبادت نماز در ارتباط با حج یک نوع عبادت اتکایی است و هیچ دلیل بر این نیست که ارزش نماز کم باشد یا زیاد باشد. شما یه ساختمانی که میخواید بسازید، تا بنیاد و فاندیشن اون ساختمان رو محکم نسازید، دیوارها رو نمیتونید شما روی باتلاق بگذارید. دیوار باید روی یک فاندیشن مستحکم و ثابتی باشه. اون وقت بعد دیوارها محکم میایستند و روی این دیوار سقف محکم زده میشه و برای شما یک جانپناه و یک سرپناهی است که می توانید در دل او زندگی کنید، زیر اون سقف زندگی بکنید و از حمایت اون ساختمان برخوردار باشید. نماز پایه و اساس و فاندیشن یک ساختمان دینی و عقیدتی است.
اما این ساختمان، این بنا و این بنیادی که شما میگذارید باید بر مبنایی باشه که موادی که مصرف میکنید نمیتواند که خاکروبه و باطلاق باشد، باید سیمان باشد که تحمل این ساختمان رو داشته باشد. اون فاوندیشن و اون سیمان و اون آهن و اون استحکامی که زیر بنای اعتقاد انسان هست، اون انفاقه. و اگر کسی انفاق نکنه، هیچ کدام از اعمالی که انجام میده نام عبادی نخواهد داشت. دلاراز شدن و حرف زیاد زدن، اینها فقط برای انسان تعهد ایجاد میکنه و هر بار که ما نماز میخوانیم به گناهان کبیره خودمون اضافه کردیم. و قرآن هم هیچ نگفته است که اگر کسی نماز نخواند وای بر او، ولی گفته است که اگر کسی نماز بخواند و شرایط نماز رو رعایت نکند وای بر او. ویل للمصلین، مصلین که چهار کار انجام میدند: نماز رو برای نمایش میخوانند که دیگران اونها رو ببینند، نماز میخوانند بدون اینکه به یتیم کمک کنند، و نماز میخوانند برای اینکه یکی دیده بشوند، یکی به یتیم کمک نمی کنند، یکی به دیگران دستگیری نمی کنند، و بالاتر از همه کسانی که ماعون هستند، که اینها شیطان ترین افراد بشر هستند، که معلمین شیطان هستند اینها، و اینها کسانی هستند که قرآن به اینها میگوید ماعون، یعنی منع می کنند دیگران رو از خدمت کردن و انفاق کردن. خودشون که انفاق نمی کنند هیچی، دیگران رو هم نمی گذارند که انفاق کنند. چطور؟ بین ما هستند کسانی که با خود من در تماس هستند که آقا شما در صحبتاتون می گویید که 4 میلیارد نفر رو کره زمین از گرسنگی رنج می برند. ما حالا 1 نفر از اینها رو هم خوراک دادیم. آقا این چه تفاوتی می کنه در حال جامعه بشر؟ 1 زندگی رو نجات دادن. پاسخ من این است که اگر 1 زندگی ارزشی ندارد، تو که دارای 1 زندگی هستی همین الان دست به خودکشی بزن. مگر نه این است که راجع به 1 زندگی صحبت میکنی که 4 میلیارد زندگی در خطر است؟ شما راجع به 1 زندگی صحبت میکنید. 1 زندگی ارزش ندارد که. خیلی خوب، ارزش ندارد، خودت رو بکش که ما بفهمیم راست میگویی. چطور 1 زندگی ارزش ندارد؟ کسانی که این نوع حرف ها رو میزنن و این نوع عقاید رو در مردم منتشر و در واقع متسری میکنن، این افراد کسانی هستند که مشمول قانون ماعون در قرآن هستند. اگر من گفتم که نماز جنبه اتکایی داره، بی ارزش بودن نماز رو به هیچ عنوان در بر نمیگیره، بلکه بزرگترین وظیفه و بزرگترین عبادت مسلمین نماز است. نمازی که ترکیب بشود و باعث انفاق بشود، و وقتی شخص نماز خواند و انفاق کرد، میتواند که به عبادت بعدی که عبادت حج است بپردازد. امیدوارم که توانسته باشم پاسخ شما رو. خیلی ممنون. البته فقط ببینید، من یه سوال دیگه داشتم در همین رابطه. حالا فرض کنیم که یک نفر با تقواست، یعنی نماز میخونه، انفاقش هم میکنه، فرض میکنیم. من میخوام ببینم همچین شخصی حق داره دنبال حج بره یک کشوری مثل عربستان سعودی، که یک کشوری که غیر اسلامیه، پولش اونجا خرج کنه؟ من این برام سواله. شما فرض کنیم که شما در حال حاضر من پاسخ شما رو دارم. شما در حال حاضر این سوالتون جنبه تئوری داره، به عنوان به خاطر اینکه تحت هیچ شرایطی در حال حاضر شما نمیتوانید که ادعا کنید که انفاق دادید. یعنی شما من نمیگم اون فرضا، میگم یه نفر هم چه کاری کرده مثلا انفاق داده نمازش رو به عرض من توجه کنید. منو بشنوید چی عرض میکنم. شما اگر که ماهی 600 دلار درآمد دارید، ماهی 500 دلار حداقل خرجی است که شما دارید، ماهی 100 دلار شما باید انفاق کنید تا به حداقل برسید که اون 500 دلار وجه حلال باشه، برای زندگی شما مناسب باشه. حداقل رو شما متوجه هستید که یعنی چه؟ یعنی که جز خوردن و جز حداقل زندگی برای یک زندگی معمولی، یک زیست معمولی،
در حالتی که دنیا در گرسنگی از گرسنگی رنج میبره، این 500 دلار فقط هزینه های حیاتی شما رو میپردازه. حالا من از شما سوالم اینه که اگر به عرض من توجه فرمودید و متوجه عرایض من شدید، شما چطور با این حد اقل امکان مسافرت به حج رو پیدا میکنید؟ همین پاسخ شما همینه. بنابراین هر کسی که انفاق میکنه در دورانی که ما زندگی میکنیم، میگوییم که انفاق انقدر باید انفاق بکنید یا جامعه در برابری و تعادل بیسته، که همچی چیزی امکان نداره. شرط دومش این است که شما در حد توان خودتون انفاق بکنید. حد توان تا کجاست؟ تا جایی که شما اگر یک دلار از این 500 دلار کم کردید، پول آب و برقتون میمانه. صبح غذا ندارید بخورید، لباس ندارید تنتون بکنید، کفش ندارید پاتون بکنید. به حد اقل زندگی معقول برای یک آدم میرسید. من سوالم از شما این است که اگر 500 دلار خرج یک آدم باشه، چطور این آدم میتواند که 5000 دلار، 8000 دلار، 6000 دلار پول رو ببرد در مکه بدهد؟ حالا فرض بکنید که اصلا این پولی که به مکه داده میشه همش به راه خدا میره، نه اینه که مثل الان یک مقداریش گوسفند میشه، گاو میشه، اینا رو میکشن زیر خاک میکنن، که هم زمین رو آلوده میکنه، هم هوا رو آلوده میکنه، هم نعمت خدا رو از بین میبره و هم مردم گرسنه در یک طرف از گرسنگی میمیرن، خوراک این مردم هم طرفی دیگه زیر خاک میره و بعد پولهای شما جمع بشه. در سال گذشته نزدیک به 30 میلیارد دلار مردم در اون کشور در خانه خدا پول ریختن، که این پولها از قمارخانه های لاس وگاس و از لا اله الا الله از محل های دیگه سرباز میزنه که گفتارش در اینجا صحیح نیست برای طبقات مختلف بینندهی که ما داریم، نمیخوام اون الفاظ رو در اینجا به کار ببرم، ولی ساختن خانه های فساد، ساختن قمارخانه و سرمایه گذاری در بانک هایی که جز ظلم به مردم کار دیگری نمی کنند، پول های شما همش در اونجا مصرف میشه. قسمت دیگری از پول های شما هم تبدیل به توپ و تانک و اسلحه های سنگین میشه و بر سر مردمی فرود میاد که نباید فرود بیاد. بنابراین من فکر میکنم کسانی که امروز به حج میروند، که حج نیست، اون توریست هستند، به مسافرت شهر مکه میروند، اسم حج روی اون نگذارید، توهین به حج میشه. کسانی که به عنوان مسافرت راه مکه رو در پیش میگیرند، اینها کسانی هستند که در این موشک ها و این بمب ها و این اسلحه هایی که روی سر مردم بیگناه ریخته میشه مشارکت دارند، در اونجا شرکت دارند، نه در شرکت توحیدی با خدا. من نظرم این است که شرایط حج در حال حاضر برای هیچ انسانی در هیچ کجای دنیا فراهم نیست. حالا اگر یک روزی 10 سال دیگه، 100 سال دیگه، 2000 سال دیگه شرایط دنیا یک جوری شد که مردم دنیا حداقل زندگی رو داشتند و میتوانست کسی به مسافرت حج برود، اون رو من الان نمیتوانم پیش بینی کنم. ولی پاسخ من در مورد مسافرت به مکه و ارتباطش با نماز و ارتباطش با بقیه عبادات، به خصوص موضوع تقوا، همین است که حضور شما عرض کردم و شرمنده هستم از اینکه نمیتوانم. خیلی خوب بود، واقعا متوجه شدم دیگه، دقیقا متوجه شدم. امشه خیلی ممنون. فقط الان یه سوال دیگه داشتم. این سوره نساء آیه 34 و قسمت اولش که میگه الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعضه، این میخواستم ببینم، چون من فارسی شال، من تو عربی درست متوجه نمیشم، مردان سرپرست زنان، اینو میخواستم برای من یه خود بازش کنه، این منظورشون چیه؟ چشم، من از شما خداحافظی میکنم. ما بایستی که به یک تنفس کوتاهی بریم. در بازگشت من سعی میکنم که پاسخ کامل به شما بدم. اگر موفق نشدم شب دیگری تلفن بفرمایید، بیشتر با هم صحبت میکنیم. بله خیلی ممنون، متشکرم، لطفتون، شب خوبی داشته باشید. خداحافظ. اتاق فرمان ما آماده هستیم که دقایق کوتاهی تنفس بگیریم، بازگردیم و با بینندگان باشیم.
ندانمت به حقیقت که در جهان به که مان ندانمت به حقیقت که در جهان به که مان ندانمت به حقیقت که در جهان به که مان ندانمت به حقیقت که در جهان به که مان جهان و هرچه درون هست و صورتن تو جان جهان و هرچه درون هست و صورتن تو جان. سلام مجدد، من خیلی خوشحال هستم از بینندگانی که مثل همین خانمی که قبل از تنفس تلفن فرمودن گفت مستمع صاحب سخن رو بر سر ذوق آورد. من تصور میکنم که این افرادی که با خلوص نیت فن به منظور یاد گرفتن سوال میکنند و این مطالب مهم رو مطرح میکنند نوعی سهم دارن در برنامه گذاری و در تهیه این برنامه ها و به وجود آمدن این برنامه ها. من از ایشان صمیمانه و از بقیه بینندگان ارجمندی که با نوشته های خود با سوالات سودمند خود در این کار مشارکت میکنند با تمام وجود سپاسگزاری و تشکر میکنم و توفیق همه این عزیزان را از درگاه احدیت مسئلت دارم. سوال فرمودن که درباره سوره شماره 34 از آیه سوره سوره چهارم قرآن سوره نساء آیه شماره 34 ظاهرا نمره عینک رو هم بایستی که مجددا تغییر داد. در اینجا می‌فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. در اینجا جمله تمام میشه. مردان باید برای زنان قوام باشند. اتاق فرمان شاید که لازم باشه که این بخش دوم برنامه رو که از آغاز ساعت شروع شده در یک جای یادداشت بکنند که این موضوع مربوط به حقوق زن در اسلام رو به صورت یک کلیپی بتونن بعداً در بیارن که با موضوعی که داره از نظر بیننده قابل دسترسی باشه، چون ما ساعتها صدها ساعت برنامه ویدیویی داریم که اینجا و اونجا پخش شده و ضبط شده و اینها و بسیاری از این موضوعات بارها گفته شده ولی متاسفانه دسترسی به اونها وجود نداره و یا خیلی مشکل هست دسترسی به اونها و اکثر بیننده ها به ما اعتراض میکنند که وبسایت شما آشفته است، مطالب شما در هم برهمه و ما برای پیدا کردن یک موضوع چندین ساعت در نوشته ها و گفتار شما غوطه ور میشیم و نهایتا با خستگی خارج میشیم بدون اینکه چیزی فهمیده باشیم. و شاید که ما انشاءالله با کمک و مساعدت شما بتوانیم که از کادر بیشتری استفاده کنیم و یک سر و سامانی به این آشفتگی های داخلی کار خودمون بدیم. الرجال قوامون علی النساء، مردان باید برای زنان قوام باشند. بما فضل الله و بعضهم علی بعض، به این علت که ایشان یعنی مردان بر زنان دارای فضیلت هستند. دو نکته رو در اینجا توجه کنید. مردان باید، این موضوع باید نماینده یک مسئولیت نه نماینده یک حق. من تقاضا دارم که به این بحثی که میشه خیلی با دقت توجه کنید
و اگر مطالبی که میشنوید مورد قبول شما نیست با ما مطرح کنید. مردان باید برای زنان قوام باشند. ما هر کجا که در قرآن یک الزام و یک اجبار و یک حکم جبری میبینیم و یک فرمان میبینیم، در واقع به یک مسئولیت اشاره میکند. و هر زمان که به یک وقوع یا به یک حادثه یا به یک حقیقت یا به یک هستی اشاره میشه، در واقع به یک حق اشاره شده. حق و مسئولیت در این قسمت اول این آیه به وضوح دیده میشه. در قسمت اول میگوید مردان باید برای زنان قوام باشند. قوام هر چه که هست که خواهیم گفت، نمیتواند بر این اساس برای مردان یک حق باشد، بلکه برای مردان مسئولیت است. مردان باید 1,000,000 دلار برنده بشوند. همچین بیانی در هیچ کجای دنیا گفته نمی شود که مردان موظفند، بر اونها تکلیف است، باید که حتما 1,000,000 دلار دریافت کنند. هیچ کجا شما نمی بینید که بگن من به تو دستور میدم که تو باید این پول رو قبول کنی، من به تو دستور میدم که این امتیاز رو باید بگیری. بلکه وقتی میگویند باید، یک حکمی داره صادر میشه، تکلیفی برای شما معین میشه. ما نسبت به حق و مسئولیت در این برنامه ها بسیار صحبت کردیم. هر حقی در مقابل یک مسئولیته. حق عبارت است از امکانات اضافی یک انسان برای دیگری. هر وقتی که ما بیش از نیاز خودمون امکان داشته باشیم، اون امکانات اضافی ما مسئولیت ماست و اون چه مسئولیت ماست حق دیگران است. اون چه حق دیگران است مسئولیت ماست. آنچه مسئولیت دیگران از حق ماست. در اینجا ما حق و مسئولیت رو با باید و باشد تشخیص می دهیم. اون چیزی رو که قرآن می گوید هست، ممکن است مسئولیت باشد، ممکن است حق باشد. اما چیزی که دستور می دهد باید این طور باشد، نمی تواند که حق باشد. برای یک طرف، اگر به مردان امر می شود که مردان باید این طور باشند، یعنی مردان مسئول هستند که قوام باشند. بنابراین در اینجا هیچ حقی به مرد داده نشده، حق به زن داده شده. قوام بارها ما در این برنامه ها صحبت کردیم. نمیدانم که الان توان این رو دارم که دو مرتبه این موضوع قوام رو بشکافم و ساعتها ما راجع به این قوام صحبت کردیم. مفهوم خیلی خیلی خلاصه عامیانش که جان عمر راحت بکنیم، قوام یعنی حمال. مجموعه مفاهیم و معانی که در حمال، لغت بدی نیست، حمال یعنی کسی که تحمل میکنه، کسی که حمل میکنه، کسی که به جان میگیره، کسی که یک باری رو به مقصد میرسانه، کسی که پشت خم میکنه در مقابل تحمل نقل و انتقال یک موضوع و یک بار و یک ارزش و یک واقعیت و یک مسئولیتی رو میپذیره که چیزی رو از جایی به جایی حمل میکنه و از جای غریبی به جای آشنایی میبره. حمال چیز بدی نیست، ولی کار سختی. البته خیلی از ما دوست نداریم که حمال باشیم، ولی قرآن میگوید مردها نه اینکه ذاتاً حمال باشند، در ارتباط با زنها مسئولیت حمالی دارند. یعنی بایستی که مخارج زندگی اونها رو تأمین کنند،
نفقه به اونها بدهند، با اونها عاشرون بالمعروف باشند، معاشرت به نیکی و به عرف پسندیده انجام بدهند و بسیاری از مسئولیت‌های دیگری که در جاهای دیگه قرآن آمده که اگر مردها عقل می‌داشتند هر روز آرزو می‌کردند به درگاه خدا که ای کاش ما رو زن آفریده بودی. اینقدر بار رو دوش مرد گذاشته قرآن و حکمت خدا رو ما مورد سوال قرار نمیدیم. ولی راجع به واقعیت که صحبت میکنیم میبینیم به مرد میگوید که اگر به زن اظهار کراهت کنی برای بار اول 4 ماه جریمه میشوی که نمیتوانی به اون زن نزدیک بشوی و برای بار دوم مسئولیت ها و محرومیت های بیشتری برای تو در نظر گرفته شده. به مرد میگوید اگر تو تمایلی به زنت نداری باید تحمل کنی، چشمت کور بشود میخواستی ازدواج نکنی. قرآن میگوید الان که تو زن گرفتی و به هر لحاظی به زنت تمایل نداری باید تحمل کنی و ایمان داشته باشی که حتما صلاح تو در همین است و از خدا بخواهی که این اشکال تو رو از نظر عاطفی برطرف کند. اگر ما بخواهیم که حالا بحث طولانی میشه، مطالب دیگری هست که من باید مطرح بکنم. و بعد میگوید به مردها بگویید که زنها رو خارج از رضایت اونها در قید نکاح نگاه ندارید. یعنی هر زنی که به شوهرش گفت من از زندگی با تو ناراضی هستم، بر اون مرد تکلیف و وظیفه است که ترتیب جدایی قانونی اون زن رو از خودش بدهد، آزاد کند او رو. میگوید طلاق رو وسیله انتقام نکنید. میگوید زن رو مورد آزار و اذیت قرار ندید و بسیاری از وظایف دیگری رو که به عهده مرد گذاشته، اگر از هم جدا شدن مسکن باید متعلق به زن باشه، حقوق طلاق بین اونها برابره، ولی بدهی مرد به زن بعد از طلاق اصلا قابل قیاس با بدهی زن نیست. زن در زندگی زناشویی دارای مالکیت کامل نسبت به اموال خودشه. مرد بعد از ازدواج اموالش تبدیل میشه به اموال مشاع، بین زن و خودش شریک میشن. زن در هیچ حالتی با هر ثروتی که داشته باشه هرگز به مرد نفقه نمیپردازه. مرد هر چقدر هم فقیر باشه باید به زن نفقه بپردازه. مرد در موقع ازدواج توصیه شده در قرآن که حتما بایستی که برای امنیت مالی زن در آینده یک رقمی رو تعبیه بکنه و اسم این رو مهر یا مهر میگذارند که در واقع نوعی از پیش حمایت کردن مالی زنه که زن به لحاظ شرایطی که داره در صورتی که مرد ناتوان و لاعلاج شد از حمایت زن، زن بتواند که از این اندوخته به نام مهریه که در واقع نوعی ادوانس سپاوسال سپورت هست که اصلا در قوانین پیشرفته آمریکا هم نداریم و من به قوانین مدنی ایران، به قوانین اسلامی و به قوانین آمریکا در جزئیات و در حد تسلط وارد هستم و سخن بیهوده نمیگویم. همه اینها رو که ما در نظر بگیریم میبینیم که یکی از مشکل ترین وظایف رو قرآن بر گرده مردان گذاشته در مقابل زنان. و قوام که بعداً به وسیله خود قرآن تفسیر میشه در مفهوم لغوی یعنی نگهدار، محافظ، پاسدار و حمایت کننده و کسی که قومیت و هویت و شرافت زن رو باید حفظ بکنه در جامعه، از شرافت او دفاع کنه نه اینکه به شرافت او حمله کنه و بسیاری از تعاریف دیگری که از شما رخصت میخواهم و فرصت میخواهم که بحثی رو به این کار اختصاص بدیم و به طور مفصل با هم صحبت بکنیم. بعد ادامه میدهد مردان باید، هر وقت باید شد راجع به یک مسئولیت صحبت میکنه،
هیچ مسئولیتی مفهوم و معنای خارجی ندارد، اصلا موجودیتی پیدا نمی کند، هیچ مسئولیتی مگر اینکه زی حقی در جایی باشد، و هیچ حقی حقانیت پیدا نمی کند مگر اینکه مسئولی داشته باشد، هیچ طلبکاری در جهان وجود ندارد مگر اینکه بدهکاری وجود داشته باشد، هیچ بدهکاری در دنیا وجود ندارد مگر اینکه طلبکاری وجود داشته باشد. میگویند من 100 دلار طلبکارم، از کی؟ از هیچ کس، از خودم. این طلب نمی شود. من 300 دلار بدهکار هستم، به کی؟ به خودم. به هیچ کس بدهکار نیستم غیر از خودم. این بدهی محسوب نمی شود. ممکن است مزاح زیبایی باشد ولی بدهی نیست. بدهی وقتی است که طلبی وجود داشته باشد، طلب وقتی است که بدهی وجود داشته باشد. هر وقتی که در هر کتاب حقوقی، در هر محاوره‌ای صحبت حق می شود دنبال مسئولیت بگردید، هر وقت صحبت مسئولیت می شود دنبال حق بگردید. مردان باید مرد، پس مردان مسئول هستند. مسئول چه هستند؟ که قوام و باربر و حمال زنها باشند. بعد انسان سوال میکنه که به چه مناسبت همچین چیزی هست؟ چرا مردها باید حمال باشند برای زنها؟ مگر نه این است که خداوند میگوید که من در عدالت همه چیز رو برابر خلق کردم و حقوق زن و مرد برابر است؟ این چه برابری است که مرد باید حمال زن باشد؟ اون وقت خداوند توضیح میدهد که علت این چیست؟ میگوید علت این است که به ما به این جهت فضل الله و بعضهم علی بعض، به لحاظ اینکه ما بعضی از شما رو فضیلت دادیم. فضل به معنای زیادی، به معنای افزایش، به معنای تفاوت مثبت و به معنای کثرت و به معنای چیزی که مانده او تفریق مثبت دارد. یعنی اگر 4 رو شما بگذارید، 3 رو از 4 کم بکنید، یک واحد مثبت باقی میماند. بنابراین 4، عدد 4 به عدد 3 یک واحد فضیلت دارد. فضیلت، فضله در زبان عربی به معنای زیادت، زیادی، افزایش در مقایسه و در تطبیق معنی میده. همونطور که عرض کردم مسئولیت در مقابل حق دارای مفهوم می شود، بدون اینکه حقی وجود داشته باشد مسئولیتی وجود ندارد. بنابراین اگر مرد مسئول است در اینجا، زن دارای حق است، او محق است، این مسئول است. به همین ترتیب وقتی که راجع به فضیلت صحبت می کنیم، فضل یک امر نسبی است و حتما در ما تقابل مفهوم پیدا می کند. هیچ کس نمی تواند بگوید که من فضیلت دارم، من برتری دارم، من بیشتری دارم. فضیلت برتری به زبان فارسی معنی نمی دهد، بیشتری معنی می دهد. برتری به عنوان تسلط معنی می شود و این معنی ساخته دست مردانی است که از تسلط بر زنها و از اسلام فتلی شاهی که زنها بتوانند در پکیج های 700 نفره زن یک نفر بشوند و به یک نفر اجازه بدهند که فضیلتی که دارد فضیلتی باشد که او بتواند 700 زن بگیرد، اون برتری است. اما فضیلت در زبان قرآن فقط بیشتری است، یعنی بیشتر داشتن، نه بیشتر بودن. بیشتر بودن معنی نمیدهد فضل. فضل داشته های یک شخصی رو بیان می کند در درجه اول. در درجه دوم این داشته در مقایسه و تقابل با یک داشته دیگر در سنجش و تعادل قرار می گیرند و مانده اونها به عنوان فضل از تعادل کنار گذاشته می شود. یعنی 1-4 در یک طرف معادله می نویسند، 1-3 در یک طرف معادله می نویسند، برای ایجاد تعادل 1 واحد از 4 خارج می کنند، 3 با 3 برابر می شود. اما 4 از 3 فضیلت دارد، یعنی 1 واحد
بیشتر دارد، نه اینکه یک واحد برتر باشد. برتری در اصلا در قرآن به هیچ عنوان در هیچ کجای قرآن بین انسانها برتری وجود ندارد. این اشتباه ترین برای کسانی که نادان هستند، برای کسانی که به عمد و قصد این ترجمه های بیجا رو در قرآن وارد می کنند، خیانتکاری اونهاست، خودفروشی اونهاست، فروش قرآن به صاحب های قدرت است. فضل به هیچ عنوان معنی برتر بودن نمی دهد، معنی بیشتر داشتن رو می دهد، نه بیشتر بودن، بیشتر داشتن. ترجمه آیه به این صورت در می آید: مردان باید وظیفه قوام بودن زنان را بر عهده بگیرند، باید مسئولیت قوامیت داشته باشند نسبت به زنان. به چه لحاظ این بار سنگین به دوش مرد گذاشته شده؟ به ما فضل الله و بعضهم علی بعض، به لحاظ اینکه دو بعض در اینجا اومده، دو گروه، برای اینکه این گروه رو بر این گروه زیادت بخشیدیم، یعنی داشته های گروه حمال از داشته های گروهی که حمال نیستند بیشتر است. به لحاظ داشته های بیشتر مرد مسئولیت بیشتری هم به او دادیم. و بعد در سراسر قرآن مسئولیت های بیشتر مرد رو در جهت نگاهداری و حفظ قومیت و هویت و شرافت و شخصیت و صیانت ذات و مخارج زن و نفقه زن و همه اموری که به زن مربوط می شود، برای حفظ صحت او، برای حراست از امنیت او، اینها معنی قوام هست. مردان مسئولیت قوامیت دارند در مقابل زنانی که محق هستند، دارای حق هستند نسبت به مردان که قوام اونها باشند، که حمال اونها باشند. چرا چنین کردی؟ به خاطر اینکه خدا میگوید با حکمتی که من دارم به مردها امکانات بیشتری دادم، بنابراین وظیفه و مسئولیت بیشتری هم بر گردن اونها قرار دادم. بقیه آیه مربوط می شود به موضوعات دیگری که فرصت می خواهم که در نشستی دیگر برای شما نسبت به اونها توضیح بدهم. اما بحث اصلی امشب ما که به احترام این بیننده ارجمندی که شب قبل هم سوالشون نیمه باز مانده بود، فکر کردم که موقتا از مبحث اصلی خارج بشویم و به ایشان سوال جواب بدهیم. تقاضا میکنم که موقتا تلفن نفرمایید تا این مبحث به پایان برسه. عرض میکردم که در اعتراض و در واقع معادلاتی که تعاملاتی که بین گفتگوها و شنیدنها و گفتنها دست میده و ما انتقاد داریم به افراد، بایستی که چند جنبه رو رعایت بکنین که مهمترین اونها قضاوت نکردن، مهربان بودن، تحقیر نکردن و تحمل داشتن و اینکه رنگ تقدس به عقیده نزدن و اینکه دین نباید جنبه تقدس برای شخص داشته باشد و بگوید چون عقیده من دینی است بنابراین عقیده من مقدس است و اینها باعث می شود که بحث و گفتگو به جایی نرسد و صحبت ها به بیگانگی برسد و افراد به جای اینکه دوستیشون اضافه بشه و تفاهم بیشتری پیدا بکنن، دشمنی بیشتری پیدا بکنن. ما باید متوجه باشیم که ما مالک و صاحب و قیم و حافظ هیچ دین و عقیده نیستیم. ما باید متقاعد بشویم که دین یک عقیده است و در واقع در تعلق و در انحصار مالکیت هیچ فردی و هیچ اجتماعی نیست و هر کس حق دارد که درباره دین هر نوع که میخواهد اظهار نظر بکند. افراد باید اجازه داشته باشند که به دین یا به هر عقیده دیگری هر نوع که میخواهند نگاه کنند و کسی نباید
از طرف خدا وکیل باشد که چون دین یک عقیده مربوط به عالم بالا می شود، بنابراین شما راجع به همه چیز آزادی بیان دارید ولی راجع به دین آزادی بیان ندارید. چرا؟ اولا که دین مقدس است، ثانیا من مقدس نماینده این تقدس هستم. بنابراین اگر شما راجع به دین اظهار نظر بکنید مجازات باید بشوید. این نوع فکر که در طول سالهای گذشته، هزاران سال این فکر ادامه داشته و میبینیم که به این لحاظ دین و خداپرستی با همه پیامبران، با همه جنگها، با همه مصیبتها، با همه تعالیم، با همه دفاعها روز به روز پیش عقبتر میرود. نگویید که دین پیشرفت کرده. انسان که دسترسی به کره های دیگر پیدا کرده، به کره ماه رفته، کجا رفته، با این علومی که به دست آورده، ولی از نظر شعور و معرفت اخلاقی محصول سند افتخار عالم بشر این داعش هست. نیروهای مثل داعش و جنبش‌های مثل داعش، حرکت‌های مثل داعش نماینده اخلاق جامعه بشر هستند که ما در قرن 21 با این علومی که داریم، با این فلسفه هایی که خواندیم، با این منطق هایی که یاد گرفتیم به اینجا رسیدیم که امروز مظهر قدرت های جهانی، داعش مظهر اسلام نیست، داعش مظهر نیروهای علمی ثروتمند جهان است. علم و ثروت در کنار هم قرار گرفته و داعش رو به وجود آورده. این داعش محصول اندیشه و تفکر بشر قرن 21 هست که از سرمایه های زیاد هم برخوردار است و علم بسیار هم دارد. این رو عرض می کنم که به این خاطر دین به این روز افتاده که تقدس به دین دادیم و جلوی بحث و گفتگوی در مورد دین رو مسدود کردیم و هر کسی که راجع به دین سخنی بگوید که ملا نپسندد، سخن او کفر است، حکم قتل او صادر می شود و همین مردم جاهل و نادان به جای اینکه مطیع خدا باشند مطیع ملا می شوند، مشرک می شوند، کلام ملا را در کلام خدا تطبیق می کنند و در واقع از کلام ملا و کلام خدا کلام ملا را انتخاب می کنند و بدتر از مشرک می شوند. اینها همه به این خاطر است که ما در گفتگوها جانب استقلال رأی افراد رو در نظر نمی گیریم و به استقلال رأی افراد احترام نمی گذاریم و به محض اینکه چیزی رو ما به عنوان مقدس پذیرفتیم، امکان گفتگو و امکان ایراد گرفتن و غلط بودن اون رو از مردم سلب می کنیم. در حالی که قرآن می گوید اساس تعلیم و اساس قرآن بر مبنای آزادی بیان است. الرحمن، خدا در صفت رحمان، در فاعلیت رحمان، علم القرآن، قرآن رو تعلیم داد. قرآن باید رحمت باشد که تعلیم او احتیاج به صفت رحمان داشته باشد. از آغاز تا پایان اگر رحمت نباشد معلم رحمان پیدا نمی کند. معلمی که رحمان است و شمول رحمان تنها بر حیطه رحمت هست. بنابراین این کتاب رحمت رو رحمان تعلیم داد، نه تحکیم کرد. تعلیم داد. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، انسان رو خلق کرد به عنوان شاگردی که سر کلاس رحمت بنشیند و این رحمان به این شاگرد درس رحمت بدهد. و اسم این درس قرآن است. از چه طریق درس رحمت داده می شود؟ علمه البیان، از طریق علم بیانی که خدا به انسان داده به عنوان حق انسان. و همه انسان ها محق به بیان هستند و همه انسان ها مسئول حفظ بیان برای سایر انسان ها هستند. و اولین چیزی که انسان‌ها باید مورد سوال قرار بدهند و در مورد اون آزاد باشند که بیان کنند، هر چه می‌اندیشند بیان کنند، همین کتاب قرآن است.
اما آیا میگذارند که ما چنین کنیم؟ ما باید متوجه باشیم که ما وکیل و کارگزار دین نیستیم. ما وکیل و معمار و صانع دین نیستیم. ما وکیل مردم نیستیم. ما مأمور محافظ از ارزش‌های دینی نیستیم. ما قدرت هدایت مردم رو نداریم. ما قیم و سرپرست شما مردم نیستیم. ما باید بدانیم ارشاد مردم نه به دست ماست و نه به توان ماست، و بالاتر از همه ما باید بدانیم که ما مسئول اعمال مردم نیستیم و تنها قانون میتواند که در قبال اعمال مردم اونها رو یا مسئول بداند یا محکوم بداند، و هیچ عامل دیگری تحت هیچ شرطی قابلیت و جواز دخالت در امور افعال و عقاید مردم رو دارا نمی باشد. اگر ما این موضوعات رو در نظر بگیریم، با عقاید خود، با دین اعتقادی خود، مطابق ملک و دارایی خودمون رفتار نکنیم، آهنگ دفاع از دین رو متوقف می کنیم در همون جا. ما مسئول دفاع از دین نیستیم، ما مسئول توضیح دین هستیم. ما باید دین رو تعلیم بدهیم، اون هم تعلیم به زور نمی شود. باید متعلمی به وجود بیاوریم که اون متعلم شوق تعلم داشته باشد و از ما بخواهد که به او تعلیم بدهیم، و الا کسی اگر نخواهد که تعلیم بپذیرد، ما نمی توانیم به حیطه ذهنی او تجاوز کنیم و به زور به او تعلیم بدهیم. نکته دیگر، برای تمکین و تسهیل موضوع تعاملات و تعارفات ذهنی و عقیدتی، قبول این واقعیت تلخ است که ما دارای همه علوم نیستیم و استنباط ما از امور و موضوعات تحت هیچ عنوان دارای انحصار صحت و مصداق نیست، و اینکه همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر زاییده نشدند. اینکه بر این مسند پای بکوبیم که تنها اندیشه های ما از حکمت و از اطلاق و از صحت برخوردار است، همه دریچه های اکتساب حقیقت و تعلم علم و معرفت رو از ما سلب می کند و ما را اسیر و برده و در واقع گرفتار و زندانی عقاید خودمون می سازد، و این آغاز بیگانگی و آغاز دیوانگی است. بیاموزیم که انتقاد کنیم، ایراد بگیریم، گفتگو کنیم، مناظره کنیم، اما مجادله نکنیم، توهین نکنیم، قضاوت نکنیم، عقیده خودمون رو مقدس نشماریم. من در این قسمت مایل هستم که با یک نظریه تمثیلی که برای شما تهیه کردم و بین چیزهایی که در هفته گذشته، البته چند ماه پیش هم من این مطلب رو دیده بودم، درباره مطالبی که مطالعه می کردم که مجدداً به اون برخوردم و یاد صحبت‌های همین گفتگوهایی که با دوستان در اینجا داشتیم افتادم، به گفتگوی یکی از هنرمندانی که در ایران زندگی می‌کند و در شرایطی که همه ما می‌دانیم در مقابل دولت آقای روحانی با همه شرایط خطری که وجود دارد، با توجه به اینکه شغل این خانم
شغل هنرپیشگی و کارگردانی سینماست و خطراتی که در این کار وجود دارد ناگفته پیداست که در چه حد و حصری قرار دارد. شما به این گفتگوی فکر میکنم کمتر از 9 دقیقه باشد بشنوید و ببینید که روش انتقاد کردن و روش مطرح کردن مناطقی که توافق در اونجا وجود نداره. یک زن رو ببینید که در محیطی مثل ایران در مقابل رئیس حکومت در مورد حرفه‌ای که اون حرفه علل قاعده حرفه قابل قبول اون حکومت نیست، اون هم یک زن در یک جایی هم که هنوز سانسوری نمیتواند که وجود داشته باشد چون برنامه زنده به سراسر دنیا پخش میشده در زمان اتفاق، شما ببینید که دردهای اساسی موجود رو به چه شکلی بیان میکنه که حتی در همین لس آنجلسی که ما زندگی میکنیم کسی جرأت گفتن این حرف ها رو نداره. و او بیان میکنه بدون اینکه کوچکترین آثار زخمی و زهری در مخاطب به جا بگذاره. اینکه در 2 جلسه ای که من اختصاص دادم به این مبحث که ایراد بگیرید، قصد اصلاح داشته باشید نه قصد کشتی گرفتن و طرف رو به زمین زدن، به این گفتار تاریخی این زن با شهامت توجه کنید. اگر عمری بود باز می‌گردیم و ادامه این مباحث مهم رو با شما در میان می‌گذاریم. ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی، ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی، ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی، ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی. جهان و هر چه در او هست و صورتن به تو جان، جهان و هر چه در او هست و صورتن به تو جان. سپاسگزاری فراوان از اتاق فرمان و با شکر به درگاه خدا برای داشتن این امکاناتی که ما بتوانیم در این شرایط سخنگوی کسانی باشیم که سخنی برای گفتن دارند و وسیله‌ای باشیم برای انتشار هرچه بیشتر سخنان کسانی که بیان در کلام ایشان است. و در این حال به عنوان شاگردی از معلم بیاموزیم که در مورد مصداق مطالبی که عرض کردم ملاحظه می‌کنید که این بانوی شجاعی که جز ادب و جز منطق در کلام او چیز دیگری دیده نمی شود در هیچ مورد کوتاهی نمی کند و در هیچ مورد تسلیم نمی شود، اما کلام او کلام آموزش است، کلام تعلیم است، کلامی است که بیان از او برمی خیزد، منطق و استدلال از او برمی خیزد، بی‌نیازی از او برمی خیزد، استقنا و استقلال از او برمیخیزد، انسانیت از او برمیخیزد. اما در این حال با چنین کلام و با چنین روشی که همه انتقادها و همه زشتیها و همه گناهان و همه جرمهایی که در اطراف او میگذرد به تمام دردهای صنف خود و صنف ملی خود اشاره می کند، اما کلام او کلام تحقیر و کلام توهین و کلام قضاوت و کلام تقدس
و لباس تقدس بر عقیده پوشاندن نیست و به نحوی که سخن میگوید سخن او در دل می نشیند و تا جایی که رئیس جمهور کشور بزرگترین و شدیدترین انتقادها را تحمل می کند و برای اینکه قافیه را نبازد به لبخند اجباری در مقابل دوربین می پردازد. این اون چیزی است که بارها و بارها از بدو تأسیس این شبکه ما سعی کرده ایم که به بیانات مختلف اظهار کنیم و هر بار با مخالفت‌های شدید دیگران مواجه شدیم که خیر، روش مبارزه براندازی است، روش مبارزه خونریزی است، روش مبارزه تخریب و ویرانی است، روش مبارزه تحقیر و تخریب شخصیت و برهم ریختن ارزش هاست، آشفته کردن اذهان است، توهین به افرادی است که مورد اعتماد و مورد اعتقاد گروهی از مردم هستند. و تو، یعنی من، که چنین نمی کنم، حتما دارای وابستگی هستی. همین انتقاد به یکی از برنامه گذارهای ما وارد شده که چون شما از فلان گروه افراطی اسلامی به نحوی که توهین و تحقیر ما اونها باشد نام نمیبری و یا به اونها فحاشی نمی کنی، این نماینده این است که حتما خودتو هم عضو اون گروه های افراطی هستی. یا اگر شما به شخصیت های مورد احترام مردم توهین نمی کنید، فحاشی نمی کنید، این دلیل بر این است که شما هم جیرخوار اونها هستید. سخن ما این است که 50 سال، 40 سال فحاشی کردیم، زشتگویی کردیم، به مقدسات مردم توهین کردیم، به عقاید مردم تحقیر وارد کردیم، اونها رو مورد استهزا و کوچک شمردن قرار دادیم، مورد ریشخند قرار دادیم، مورد تمسخر قرار دادیم، عقاید اونها رو به بازی گرفتیم، مهمترین مقدسات اونها رو پایه بی پایه ترین فحاشی ها قرار دادیم. به کجا رسیدیم؟ هنوز آیا ما به نقایص این افراد آشنا هستیم یا گاهی از اوقات از شکل و قیافه اونها ایراد میگیریم، گاهی از اوقات از لباس اونها ایراد میگیریم، گاهی از اوقات از اعتقادات دینی اونها ایراد میگیریم؟ اما راه رو برای ساختن استوار نمی کنیم، راه رو برای اصلاح آماده نمی کنیم، سعی می کنیم که هر روز به بیگانگی بیشتر دامن بزنیم و در بیگانگی زندگی کنیم که بتوانیم استقلال خودمون رو در بیگانگی حفظ کنیم و از این طریق امرار معاش کنیم. بعضی از افراد از طریق بیگانگی امرار معاش می کنند. شما ببینید فلان گوینده تلویزیون، بذارید این داستان رو اینطور شروع کنم که ما جمعیتی حدود 1.5 میلیارد مسلمان در دنیا داریم، یعنی ما 1500 میلیون مسلمان در دنیا داریم، 1.5 میلیارد مسلمان در دنیا داریم، که از این تعداد که به مکه می روند، نمیگویم به حج، چون توضیح دادم قبل از سخنرانی خانم دکتر صمیمی که چه تفاوتی بین مسافرت توریستی به مکه و حجی که در قرآن هست وجود دارد و کسانی که این اسم جسورانه اشتباه رو روی مسافرت‌های خودشون می‌گذارن به حج رفته بودیم که راجع به اون هم بیشتر باید صحبت بکنیم، چه توهینی به خانه خدا می‌کنن و چقدر مردم رو مورد تجاهل قرار میدن با این نوع گفتارها. به هر حال از این جمعیت 1000 میلیون و 500 میلیون، از این جمعیت 1.5 میلیارد نفری، در بالاترین و پرترافیک ترین ایام 3 میلیون نفر در یک زمان
در مکه بودند. در این 10 روزی که یا 8 روزی که یا 4 روزی که به زیارت میرند در اونجا بودند. در مقیاس دیگری ما حدود 250 میلیون یا شاید 300 میلیون از مسلمانان دنیا رو در فرقه تشیع داریم. 1.2 میلیارد مسلمان اهل فرقه تسنن هستند. حدود 300 میلیون نفر از اینها حتی اکثر شیعه هستند، اهل تشیع هستند. از این تعداد 300 میلیون نفر در 2 سال گذشته، در عاشورای 2 سال گذشته، نزدیک به 23 میلیون نفر در 10 روزه اول محرم به زیارت امام حسین سید الشهدا در شهر کربلا رفتند. این گفتار من نیست، البته گفتار نشریات غربی است، نشریات معتبر غربی. و این 23 میلیون نفر به نسبت 300 میلیون نفر در مقابل 3 میلیون نفر در مقابل 1.5 میلیارد نفر، این شدت وابستگی مسلمانان رو، یک گروهی از مسلمانان رو به شخصی نشان میده که میزان ارادت اینها رو، درست یا غلط، شرک یا توحید، هر چی که هست، من وارد اون مباحث ارزیابی نمیشم. من راجع به یک واقعیت خارجی صحبت میکنم، راجع به یک رابطه عاطفی صحبت میکنم. حالا اگر مشرکن، مشرکن، موحدن، هر چی هستن برای خودشون هستن. شما با حدود 80 میلیون نفر، 70 میلیون نفر از این نوع مسلمانان، مسلمانانی که 65 تا 70 میلیون نفر اینها در ایران معتقد به تشیع هستند، درست یا غلط به خودشون مربوطه، و تشیع اینها، آتش تشیع اینها، شعله عشق تشیع اینها در یک شخصیتی به نام سید شهدا شعله ور میشه و به اوج آسمان ها میره، درست یا غلط باز مورد بحث من نیست، به یک واقعیت خارجی اشاره میکنم. شما برای اصلاح اون مملکت، شما برای نجات اون مملکت، وقتی به این شخصیت فحش میدهید، ناسزا میگویید، به خواهر او توهین میکنید، به خانواده او توهین میکنید و بزرگترین زشتگویی ها رو در حد او انجام میدهید، وقتی از شما سوال میکنند که شما با سید شهدا یا با امام حسین یا با حسین ابن علی چه خصومتی دارید که چنین میکنید، در پاسخ شما میگویند که ما با او کاری نداریم، ما برای اصلاح ایران، ما برای آبادی و آزادی ایران، ما برای نجات ایران این تعالیم رو به ملت ایران تقدیم میکنیم، ما برای اینکه ملت ایران آزاد بشود به کسی که محبوب اونهاست، باز درست یا غلطش رو کاری نداریم. ما به این شخص توهین میکنیم، به دختر او، به پسر او، به ناموس او، بالاتر از همه به عقیده او، به رستاخیز او، به شهادت او میخندیم، خون او رو به بازی میگیریم، در مقابل این ملتی که 23 میلیون نفر از 300 میلیون نفر در 10 روز محرم به زیارت او میروند. ما در این مورد بعد از لحظات کوتاهی که به تنفس میپردازیم و شاید که اتاق فرمان در شرایطی باشد که بتواند که یک موسیقی چیزی هم تقدیم شما بکند یا با دردهای دنیا شما را آشنا بکند، باز میگردیم و به ادامه این گفتگو میپردازیم. با ما باشید. ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی، ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی، ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی، ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی، جهان و هرچه هر او
هست تو صورتم به تو جان، جهان و هر جگرم هست تو صورتم به تو جان. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان ارجمند، باز میگردیم و از اینکه به ما توفیق این خدمت رو میدهید و از اینکه با حمایت‌های خودتون و با تشکیل جمعیت‌هایی که تقبل این حمایت‌ها رو به دوش میکشند به عهده میگیرند صمیمانه از شما سپاسگزار هستم و جز اینکه توفیق شما را از خدای بزرگ مسئلت کنم کلام دیگری برای گفتن ندارم. در این جهتی که ما در خلاف این رودخانه خروشانی که به طرف فساد و انهدام و انحراف و نابودی اخلاق پیش می رود، این شنا کردن یک تن بی جان ضعیف جز با حمایت و جز با کمک و جز با مدد شما انجام پذیر نیست و تا این حد هم که آمده ایم وامدار شما هستیم و هر لحظه ای که این کار ادامه پیدا می کند بیشتر سپاسگزار شما می شویم. صحبت در جلسه گذشته و در این جلسه بر سر آداب سخن گفتن و مناظره کردن و نقد و انتقاد کردن اساسی برای ساختار و برای ساختمان یک محیطی است که در اون محیط کرامت انسانی و عدالت اجتماعی بتواند حاکم بشود. برای همه باورها، برای همه ادیان، برای همه عقاید، برای همه کسانی که خدا را می‌پرستند، برای همه کسانی که خدا را نمی‌پرستند، برای همه کسانی که معتقد به عدم وجود خدا هستند اما به او فحش می‌دهند، برای همه کسانی که انکار وجود خالق رو می‌کنند اما از ظلم او سخن می‌گویند، از ظلم عدم سخن می‌گویند و هر عقیده دیگری که دارند، برای همه موش‌پرستا، گاوپرست‌ها، ابرپرست‌ها، برای همه شیطان‌پرست‌ها، برای همه خداپرست‌ها، باید برای همه ما جای تنفس وجود داشته باشد. باید برای همه ما جای فکر کردن وجود داشته باشد. همه ما باید از امنیت درونی و بیرونی برخوردار باشیم. همه ما باید حداقل زندگی داشته باشیم. همه ما باید مشمول عدالت اجتماعی بشویم. همه ما باید فرصت داشته باشیم بتوانیم کار کنیم، بتوانیم خانواده تشکیل بدهیم، بتوانیم با یکدیگر رفت و آمد کنیم، بتوانیم سفر کنیم، بتوانیم فرزند داشته باشیم، بتوانیم فرزندان خود رو به ثمر برسانیم، بتوانیم از تعالی برخوردار باشیم، از ارزش‌های انسانی برخوردار باشیم، عقیده خود رو حفظ کنیم و عقیده خود رو به دیگران تعلیم بدهیم، تشریح کنیم، حق انتشار داشته باشیم، حق سخن داشته باشیم، حق بیان داشته باشیم، حق به عدالت و وجود عدالت داشته باشیم، از هر عقیده و از هر صنفی که باشیم، به حدود یکدیگر تجاوز نکنیم، بر یکدیگر حقارت وارد نکنیم، انحصار طلبی نکنیم، بر عقاید خیش رنگ تقدس وارد نکنیم و اجازه بدهیم که جامعه بشریت با این همه امکان و استعدادی که خدا، طبیعت، عدم، هر چی که به انسان داده، بتوانیم که این مسیر تعالی و تکامل رو با معیت یکدیگر و در معیت یکدیگر طی کنیم و به قله‌های افتخار و کرامت برسیم. و این کار تنها زمانی انجام می شود که ما بتوانیم با یکدیگر گفتگو کنیم. اگر ما نتوانیم با یکدیگر گفتگو کنیم و اگر اولین کلامی که میگوییم دریچه‌های تعامل رو مسدود بکند، جامعه ما روز به روز به بیگانگی و به وحشت و به صحرای ناشناسی نزدیکتر میشود. من نمیگویم کسی با دولتی مبارزه نکند،
من نمیگویم کسی عقاید زشت یا عقاید بد یا خوب دیگران رو مورد انتقاد قرار ندهد. شما یک بار دیگر، حالا ما سعی میکنیم که این 8 دقیقه این صحبت‌های خانم دکتر صمیمی رو به صورت یک کلیپ 8 دقیقه‌ای یکی دو بار اصلا بین برنامه هامون بگذاریم، مستقلا شنیده بشه، که ارزش داره که بارها و بارها به عنوان یک مدرسه سخن گفتن ازش استفاده بشه و ما یاد بگیریم که چطور می شود که به دیگران انتقاد وارد کرد، کارهای اونها را ارزیابی کرد بدون اینکه در شخص احساس انزجار و تنفر و دوری و فرار ایجاد کرد، بدون اینکه حالت بیگانگی ایجاد کرد. کسانی که در قالب مبارزه و در قالب اصلاح، مبارزه اگه درش اصلاح نباشه یک نوع تمرد و یک نوع پرخاش و یک نوع بی‌نظمی و در واقع یک نوع تجاوز به غرایز عاطفی نوع بشر هست. اگر انتقاد به معنای سازندگی انجام می شود، تفاوتی نمی کند که ما در مورد دین صحبت می کنیم، در مورد حکومت صحبت می کنیم، در هر موردی که ما صحبت می کنیم، صحبت های ما باید دارای ادب و احترام متقابل باشد، باید متکی به اندیشه و متکی به منطق باشد و نباید سخنان ما متکی به تملک ما باشد بر اون چی که میگوییم. یعنی ما خودمان را نماینده مردم ایران بدانیم و از طرف مردم ایران سخن بگوییم و بعد از زبان مردم ایران به پایه‌های عمیق اعتقاد اون مردم، حالا خرافه است یا غیر خرافه هرچه است، حمله کنیم و در مقابل این جسارت و تجاوز و در واقع تعدی به حق دیگران و زیر پا گذاشتن آزادی بیان و سوء استفاده از آزادی بیان، در مقام دفاع بر بیاییم و بگوییم که ما برای آزاد شدن ایران به 65 میلیون نفر باورمند به امام حسین ایراد نمیگیریم، منطق به کار نمیبریم، فحش ناموسی به امام حسین میدهیم و احساس رضایت میکنیم. و وقتی از ما سوال میشود که چرا چنین میکنید، میگویند ما مبارز ملی هستیم، ما برای مبارزه با خرافه و خشونت و برای بیدار کردن ملت ایران و برای اینکه اینها حق خودشون رو بشناسند و به کرامت انسانی برسند و اون حکومت رو فرو بریزند، برای این سعی میکنیم که اینها رو با شخصیت فاسد امام حسین آشنا کنیم. این پاسخی است که به من میدهند. با برخی از این افراد من صحبت میکنم و از اینها سوال میکنم که این چه نحوه مناظره و تعاطی افکاره؟ شما با کدوم افکار در تعامل و تعاطی هستید؟ با چه کسانی صحبت میکنید؟ مخاطبین شما چه کسانی هستند و چه انتظاری شما از مخاطبین خود دارید؟ آیا برای اینکه به این مردم نشان بدهید که امام حسین اونها در جایگاه صحیحی قرار ندارد و ممکن است که در مقام شرک قرار داشته باشد، نهایت امرین است دیگر، در خرافات و در خروج از منطق وجود داشته باشد، آیا برای تعلیم این امر ما باید متکی به منطق و دلایل حقانی بشویم یا بایستی کار رو با تحقیر 60-70 میلیون نفر انسان، اونها رو تحقیر بکنیم، اونها رو ریشخند بکنیم، اونها رو مورد استهزا قرار بدهیم؟ کسانی که باورهای اونها از نوامیس مادران اونها برای اونها مقدس داره، شما به ناموس مادر یک نفر توهین میکنید و مادر یک کسی رو بدنام و بدکار میخوانید
و بعد از شما سوال میکنن که شما قصدتان از چنین سخن گفتن با مادر این شخص چیست؟ شما این شخص رو خواستید که بیا من میخوام تو رو اصلاح کنم و بعد به این میگویید که این مشخصات مربوط به مادر توست و بعد از شما سوال میکنن که این فحاشی هایی که به مادر این شخص انجام میدهی به چه مقصدی است؟ میگویید به مقصد اینکه این شخص به عقل بیاید، به صلح بیاید و با من دوست بشود و هم عقیده بشود و با مادر خود به جنگ بپردازد. وقتی که ما میگوییم که ما نمیگوییم، نشریات دنیا میگویند که 23 میلیون نفر 20 میلیون نفر در 10 روز یک ماه از یک جمعیت 300 میلیون نفری حدود فکر میکنم 7% 8% از این جمعیت رفتن به کربلا، خوب یا بد. یعنی اگر این جمعیت رو در مقابل جمعیت کل مسلمین قرار بدهید، از 1500 میلیون یک رقمی حدود 125 میلیون نفر میشه. یعنی اگر 125 میلیون نفر در یک زمان به مکه بروند، ارزش عددی و رقمی اونها برابر با ارزش این 20 چند میلیون است که به کربلا رفتند. از نظر مقایسه با تعداد زیارت کننده نسبت به کل جمعیت، یعنی در واقع میزان زائران امام حسین اگر به اون نسبت بخوایم حساب بکنیم 600% بیشتر از سایر مسلمین نسبت به مکه است. سوال من از همه کسانی که سخن از آزادگی میزنند و میگویند ما اصلا بحث دینی و مذهبی نداریم، ما همه این صحبت هایی رو که میکنیم به خاطر این است که افکار اون مردم که در خرافه به سر میبرند روشن بشود، اهل منطق بشوند، در منطق زندگی بکنند و به علت اینکه میفهمند که این امام حسین چقدر شخصیت بدی بوده است به پا خیزند و این حکومت رو ساقط کنند و ما جمعیتی که برای اصلاح اونها در لس آنجلس تربیت شده ایم و آماده شده ایم به ایران برویم و به جای این حکومت فاسد، حکومت دموکراسی رو بر مبنای احترام و کرامت انسان و احترام به عقاید انسان‌ها در اونجا برقرار کنیم. از همین نوع کرامتی که برای عقاید انسان قائل هستیم که امروز نمونه و اشانتیون اون رو به شما ارائه می‌کنیم که ما برای حفظ حقوق بشر، ما برای حفظ امنیت عقیده انسان، چه حسین پرست باشد، چه خدا پرست باشد، چه محمد پرست باشد، چه موسی و عیسی پرست باشد، چه گاو پرست باشد، ما در اینجا داریم تعهد میکنیم که ما وقتی به ایران برسیم چنین امتیازاتی برای شما فراهم میکنیم و چنین موقعیتی به شما میدهیم. و برای اینکه یک نمونه از کارهای اصلاحی که در ایران انجام خواهیم داد در اینجا به شما ارائه بدهیم، رابطه ما با امام حسین شماست که ببینید که ما چطور عقاید شما رو نسبت به امام حسین بدون اظهار نظر و بدون قبول کردن یا رد کردن مورد امنیت قرار می دهیم. یعنی به شما امنیت می دهیم که به هر کس و به هر گونه که می خواهید معتقد باشید. این ادعای ماست و برای اثبات این ادعا ناموس امام حسین رو به بازی میگیریم و کسی رو که نزدیک به 10% از شما در یک سال به زیارت او رفته اید با شدیدترین و قبیحترین الفاظ و زشتترین گفتارها، که افرادی رو من سراغ دارم که به حالت جنون و به حالت لرزه و به حالت قش و ضعف در میفتند وقتی که این توهین‌ها رو میشنوند، ولی میگویند اینها جزء آزادی بیان است برای این طرف. و ما داریم به شما یاد میدیم که ما وقتی پایمان به ایران برسد
چطور کرامت و شرافت شما را حفظ میکنیم و چطور به شما امنیت و آزادی میدهیم، به خصوص چطور به شما آزادی بیان میدهیم و در مقابل این افرادی که امروز بالای سر شما هستند و نمیگذارند شما نفس بکشید و آزادی بیان را از شما گرفتند، ما به زودی به ایران خواهیم آمد، به شما آزادی بیان خواهیم داد، به شما آزادی شغل خواهیم داد، به شما آزادی اندیشه خواهیم داد، به شما آزادی سفر خواهیم داد. و نمونه این کار ما در بزرگداشت عقاید نوع بشر و در حفظ و حمایت از حقوق بشر و حفظ آزادی بیان، ما به این ترتیب عمل میکنیم که نمونه اون رو امروز میبینید که با پیشوای دینی شما چه می کنیم و راجع به او چه می گوییم. مراقب باشید، هوای ما رو داشته باشید که ما اگر پایمان به ایران برسد از همین نوع آزادی بیان رو برای شما سوغات خواهیم آورد و هر کس که در این شهر و در این مملکت جرأت کند که چنین سخنانی بگوید، مهر جاسوسی اون حکومت بر پیشانی این تا ابد خواهد بود، بدون اینکه به بقیه سخنان او گوش بدند. و ما چنین میکنیم و تا وقتی هستیم، تا وقتی این صدا پخش میشود، تا وقتی این چراغ‌ها روشن است، تا وقتی شما هستید و ما رو میشنوید، تا وقتی که آخرین نفس رو میکشیم، به این بیان و به این بیانات ادامه خواهیم داد، بدون اینکه من طرفدار حسین باشم یا طرفدار حسین نباشم. من باید برای حسینی، برای عیسوی، برای موسوی، برای کمونیست، برای مارکسیست، برای باهایی، برای بیدین، برای بادین، برای مشرک، برای موحد ارزش آزادی بیان قائل بشوم. من مجبور نیستم که عقاید هیچ کدام از این افراد رو بپذیرم، ولی مجبور هستم که برای اینها حق حیات، حق امنیت، حق کرامت، حق اشتغال، حق درآمد، حق سفر و همه حقوق اساسی و حیاتی انسانی رو خارج از عقاید برای همه اینها قائل باشم و در جهت حفظ اون کوشا باشم و محیطی رو طلب کنم که بتوانم در اون محیط با امنیت و آزادی، با امنیت و آزادی هر دو با هم، اون چرا که فکر میکنم بیان کنم و با اون چیزی که عقیده مند هستم به دیگران اطلاع بدهم. آیا تشکیل چنین جامعه‌ای با توهین به مقدسات مردم آغاز می شود؟ آیا کسی که طرفدار حسین است، دوستدار حسین است، وقتی کلام تو را می شنود که به پیشوای او، به ناموس پیشوای او، بدون منطق و بدون اتکا به هیچ سند معتبری توهین شرافتی و ناموسی میکنی، تصور میکنی که اون شخص منتظر است که بگوید که خانم یا آقای ایکس کی به ایران تشریف میآورید که بیشتر از این حرفهای سازنده و پویا برای تأمین امنیت و آزادی بیان به ما یاد بدهی؟ چرا فقط راجع به امام حسین فحش میدهی؟ به تمام مقدسات مردم شروع به فحاشی کن که ایران زودتر اصلاح بشود. کجای دنیا، در چه مرحله شما دیده اید که با ایجاد تنفر و با حمله به نوامیس مردم، به مقدسات فکری مردم، به نوامیس عاطفی مردم، کسی توانسته که در جامعه بشر به اصلاح برسد؟ من در آغاز این برنامه تصمیم داشتم که دو
غزل از حافظ رو به دو مفهوم مختلف و به دو نیت مختلف برای شما قرائت بکنم، ولی مطالبی که میشنوم و نامه هایی که دریافت میکنم گاهی از اوقات اونقدر من رو از مسیر اصلی آموزشی برنامه خارج میکنه، با وجودی که این هم بخشی از آموزشی است که وجود دارد و ما باید بشنویم که روش انتقاد خودمون رو اصلاح بکنیم، و اگر چیزی ما رو آزرده میکنه قرار نیست که ما هم دیگران رو آزرده کنیم. اگر دیگران بد کردن ما نباید بد کنیم. اگر دیگران حق ما رو گرفتن ما حق خودمون رو باید بگیریم، نه اینکه حق اونها رو بگیریم. اگر کسی به یکی از بزرگان ما توهین کرده است ما باید بخواهیم که رفع توهین بشود از کسی که ما به اون عقیده داریم، توضیح بدهیم در مورد او، تشریح کنیم و ثابت کنیم که این توهین ها اشتباه بوده است. اما ما نباید به اونها توهین کنیم. اگر فرض بفرمایید، به فرض محال عرض میکنم، یک مسلمان به حضرت مسیح توهین بکند، مسیحی نباید به مسلمان توهین بکند. اگر یک مسیحی به مسلمان توهین بکند، مسلمان نباید در پاسخ به مسیح توهین بکند، بلکه باید از او بخواهد که دلایل توهین خودش رو بیان بکند، استناد مخالفت خودش رو بیان بکند. اما ما حق نداریم معاوضه به مثل بکنیم، مقابله به مثل بکنیم و در مقابل توهین توهین بکنیم، در مقابل زشت زشتگویی بکنیم. اگر فرض بفرمایید که او به امام حسین فحش میدهد، ما هم به مادر او فحش بدهیم. خب این کار به کجا میرسد؟ اتفاقا کسانی که به این نحو سخن میگویند همین قصد رو هم دارند. قصدشان این هست که جلوی آزادی بیان گرفته بشود و برخلاف اونچه که به من نسبت میدهند که من به این دولت و به اون دولت وابسته هستم، من فکر میکنم که دولتهایی رو که اونها ازش اسم میبرند لیاقت این رو ندارند که نمایندگانی مثل من داشته باشند. ولی قطعا در سیمای شما و اون دولتها میبینیم که قطعا نمایندگانی مانند شما دارند، چون کار شما و نحوه کلام شما و نوع آتش افروزی شما در واقع سند دوام ظلم و فساد در جامعه بشری است. و هر قومی و هر دولتی رو که شما فاسد می دانید، شما در واقع مدافع فساد اون دولت هستید، شما باعث تداوم حیات فساد در دنیا هستید. و اگر دولتی نماینده فساد هست قطعا شما دانستی یا ندانسته، گمان می کنم دانسته، نماینده اون دولت و نماینده فساد اون دولت هستید و شغل شما دوام بخشیدن و طول عمر بخشیدن به حیات فساد به طور کلی و فساد در حکومت‌هایی که شما وابسته به اون هستین در حالت‌های اختصاصی است. اتاق فرمان، در موقع تنفس به ما وعده دادید که یک جوانکی است که صدای خوبی دارد و از حافظ می‌خواند. اگر که فرصت کردید، مر زمانی که فرصت داشتید، می‌توانید که ما رو به شنیدن صدای این جوان مهمان کنید تا اتاق فرمان در جستجوی پیدا کردن کلیپ این صدا هست. ما با تعهدی که داریم غزل دوم حافظ رو هم در ادامه غزل اولی که در آغاز برنامه ایثار شد تقدیم میکنیم و بعد توضیح کوتاهی در مورد اون خواهیم داد. سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی.
من از این بیننده ارجمند خیلی پوزش میخوام. تلفنشون قطع شد، مجددا بگیرید، با شما خواهم بود. سحر با باد میگفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است. دعای صبح و آه شب، تعهدی که صبح میکنیم و لااقل پشیمانی که شب به ما دست میده که هرچه تعهد کردیم زیر پا گذاشتیم، اقلا متوجه بشیم که چه کردیم. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است. بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی. قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز، ورای حد تقریر است شرح آرزومندی. الا ای یوسف مصری، الا ای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور، پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی. جهان پیر رعنا را ترحم در جبلت نیست، ز مهر او چه میپرسی، در او همت چه میبندی. همایی چون تو عالی قدر و حرص استخوان تا کی، همایی چون تو عالی قدر و حرص استخوان تا کی، دریغ آن سایه همت که بر نااهل افکندی. همایی چون تو عالی قدر، حرص استخوان تا کی، دریغ آن سایه همت که بر نااهل افکندی. در این بازار اگر سودی است، با درویش خرسند است. در این بازار اگر سودی است، با درویش خرسند است. الهی منعمم گردان به درویشی و خرسندی. به شعر حافظ شیراز می رخصند و می نازند سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی. اتاق فرمان، اگر که اون موسیقی شما حاضر شده، با آماده شنیدنش هستیم. باز میگردیم، با شما خواهیم بود. ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی، ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی، ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی، ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی. جهان و هرچه در اون هست و صورتن به تو جانی، جهان و هرچه در اون هست و صورتن به تو جانی. سلام مجدد و با تشکر از اتاق فرمان. بعضی از دوستانی که هنر اونها رو دیدید امروز در بین ما نیستند. برای روح پرفتوح همه اونها درگاه حق مسئلت آمرزش داریم. درباره موضوع فقه سوالات بسیاری در جلسات عدیده‌ای که داشتیم مطرح شده و فرصت نشده که در این باره ما بتوانیم که با شما سخن بگوییم.
سلام عرض میکنم حضورتون، بفرمید. سلام آقای دکتر، انشالله که حالتون خوب است، از برنامه خوبتون استفاده میکنیم. زنده باشید. من در رابطه با صحبت های شما یک کوتیشن از یه نویسنده آمریکایی میخواستم ازتون برسونم. خواهش میکنم. اولش انگلیسیشو میخونم، میگه I need to approve of what you say but I will defend to the death your right to say. بازیشم که میشه که من با گفتار شما ممکنه مخالفت بکنم ولی جانم رو میدم که تا حرفتون رو بزن. آفرین. بله قربان. من فکر میکنم متاسفانه اکثر ما مسلمان ها درست برعکس این انجام میدیم. بله. در عمل همینطور. واقعا خانمی هم که خانم دکتر صمیمی اگه اشتباه میکنم، نخیر درست نیست، اون هشتگی که صحبت کردن به نظر من واقعا یعنی قرآن عملا اجرا کردن، از حق خودشون دفاع کردن و واقعا من تحسین میکنم به این شهامت این خانم، چقدر با نجابت حرف خودشونو حرف زدن، یک کلمه توهین نکردن. بله. و اصلا هیچ رنجشی به وجود نیاوردن. بله قربان. هیچ رنجشی ایشون به وجود نیاوردن و شما دیدید که در معجزه‌ای که در کار این زن بود و هست، تمام دردهای جامعه هنری ایران رو که مظلومترین جوامع هستند و از همه بیشتر به اینها ظلم شده، جزء به جزء ظلم‌های دولت رو در حق اینها بیان کرد بدون اینکه سخن زیادی بگوید، بدون اینکه از کسی انتقام بگیرد، بدون اینکه گفتگو و مناظره را وسیله زشتگویی قرار بدهد. واقعا من از کارگردانمون تقاضا کردم که این کلیپ 8 دقیقه‌ای رو از برنامه استخراج بکنه و بارها به عنوان کلاس درس برای مناظره و گفتگو و انتقاد در برنامه ها بگذاره که شاید خود من یه مقداری یاد بگیرم. ببخشید فرمایشتون رو قطع کردم، بفرمید. خواهش میکنم، واقعا آدم یه کلاس درسی بود، هر چی آدم به قدر جلو موضوع صحبت کنه کم گفته. خواهشی که من داشتم، من از اونجایی که سوال شروع کردیم راجع به آیه، حالا یادم نیست، سوره نساء، سوره نساء آیه 34، بله 34، من از اونجا گوش دادم و واقعا هم لذت بردم از روشنگری که فرمودین. من برای بهبود برنامه شما من یه خواهشی دارم. بفرمایید. امکان داره شما یکی از برنامه های لایو که اجرا می کنید در عرض هفته یک ساعتشو فقط راجع به قرآن اختصاص بدید و بازم خودتون صلاح می دونید. من اینجوری پیشنهاد می کنم که یک ساعت شما راجع به یه موضوعی، راجع به یه سوره یا یه جای شروع کنید و ادامه بدید، بعد صحبتاتون که تموم شد بعد از یک ساعت بعد اجازه بدید مردم سوالایی که دارن زنگ بزنن از شما سوالاشون رو بکنن و یاد بگیرن. به نظر من خیلی مفید خواهد شد. قربان توضیح بدید که یه مرتبه دیگه این پیشنهادتون رو توضیح بدید. ما حدوداً 3 ساعت یعنی به وقت غرب آمریکا از ساعت 6 بعد از ظهر تا 9 شب برنامه های زندمون هست. پیشنهاد شما اینه که اولا کدام یک از 3 ساعت رو اختصاص به این کار بدیم، ساعت اول، وسط یا آخر رو؟ من هر طوری که خودتون صلاح میدونین، به هر حال به خاطر ساعتهاش که مردم بیشتر استفاده کنن، من شخصا الان نمیتونم بگم چه ساعتی خوبه، ولی پیشنهاد من اینه که از طریق من عرضم اینه که اختصاص بدهید، من چون که بحثای دیگه نشه، مثلا سیاسی نباشه و بحثای متفرقه نباشه، فقط درس قرآن و یک ساعت هم خود شما صحبت بکنید و از تماشاگران هم خواهش بکنید که تو اون یک ساعت سوال نکنن تا شما
مطلب رو به پایان برسانید. متوجه این فرمایشتون شدم آقای دکتر. سوال من این، چون شما از تلفنتون من نگاه میکنم از مرکز آمریکا تلفن میکنید، ما شرط عقل این است که به جای غرب به شرق آمریکا وقتمون رو با مرکز آمریکا تنظیم بکنیم. چه ساعتی برای مردمی که در مرکز آمریکا هستند مناسب تر هست که آمده باشن خانه و آمده باشن که بشنن با به اصطلاح خیال راحت برنامه رو بشنن؟ به نظر من شما وقتی که شروع میکنین به وقت لس آنجلس، به وقت مرکز آمریکا میشه 8. من فکر میکنم ساعت 9 خیلی خوب باشه. یعنی ما ساعت 7 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس شروع کنیم؟ بله بله. و اون وقت یک ساعت نظر شما اینه که در مورد قرآن صحبت بکنیم، اینتراپشنی هم نباشه در این یک ساعت، و بعد از یک ساعت دیگه خطوط رو باز بگذاریم و اگر سوالی هست مطرح بشه و اگر هم نیست که به ادامه بحث بپردازیم. نظر شما اینه؟ امکان داره، بعد من نظرم اینه امکان داره. یعنی ساعت اول رو به مسائل اجتماعی اختصاص بدیم، ساعت دوم رو به مسائل دینی اختصاص بدیم، در واقع مسائل قرآنی. پیشنهاد بسیار خوبیه. خبر خوبی که ما براتون داریم این است که ما الان برنامه های زندمون از هفته یک بار به هفته 3-4 بار رسیده و انشاءالله آرزو میکنیم که بتوانیم که این برنامه ها رو در همین حد 3-4 بار در هفته نگه بداریم، و این به علت علاقه مردم و در واقع خوش آمدی است که اونها به این برنامه ها میگن و ما هم تابع نظر مردم هستیم. یعنی واقعا نظرخواهی میکنیم از مردم که به ما بگویند که چه نوع برنامه هایی در این گفتشون، چون برنامه های آموزشی ما که به صورت مرتب در قسمت‌های مختلف پخش میشه، هم مسائل عرفانی، هم قرآن به صورت مسلسل، و هم قرآن به صورت موضوعی، هم قرآن به صورت انتقادی، ولی توی این برنامه زنده که گفتگو میکنیم با مردم، این تنها برنامه است که ما با مردم گفتگو میکنیم. در برنامه‌های دیگه بیشتر جنبه کلاس درس و گفتار تدریسی داره، مکالمه درش نیست با مردم. و فرمایش شما رو من میپذیرم، از بقیه مردم هم میخوام که در این قضیه نظر بدن و ما رو همراهی بکنن. بله، حتی ممکنه مردم سوال کنن راجع به نظر قرآن، راجع به عدالت، راجع به آزادی، راجع به کمک به دیگران، احسان. به هر حال برنامه ممکنه موضوعی باشه که از قبل سوال شده باشه و شما اختصاص میدهید یک ساعت فقط به اون برنامه، بعدش هم سوال جواب میشه. بسیار بسیار فکر خوبیه. و همونطور که اول برنامه هم شما به اتاق فرمانم گفتید، اگه امکان داره توی این ویدیوهایی که میذارید حتی موضوع برنامه هم نوشته بشه خیلی کمک میشه. اونایی که نمیتونن برنامه رو لایو هم نگاه کنن میتونن بعدا اونا رو گوش بدن، خیلی کمک میکنن. ما احتیاج داریم که بیننده های دانشمندی مثل شما ما رو راهنمایی کنن. مثلا اسم برنامه امشب رو بگذاریم آزادی بیان به نظر شما، یا بذاریم روش مناظره، یا در این مورد هم باید بیننده. سه تا اسمت داشت، به نظر من نمیشه یه دونه اسم گذاشت، ولی همین حالا کلیپ شاید باشه. من نمیدونم، چون سه تا برنامه مختلف بود تقریبا، یکی سوال بود، یکی هم که سخنرانی خانم بود، بعد یکی هم که راجبه شکلی صحبت کرد با دیگران. بله، ما کم کم پیش میریم و کامل و کاملتر میشیم. همطور که خودتون اطلاع دارید، ما از یک راه پردست انداز صعب العبوری گذشتیم و کم کم به آرامش میرسیم و به اصلاح برنامه ها و تکامل برنامه ها میپردازیم.
بسیار بسیار ممنونم از اینی که جناب عالی گاه گاهی، ولی خب خیلی دیر تشریف میارید روی برنامه ها و با ما صحبت میکنید. سابق بیشتر از مهر شما برخوردار بودیم آقای دکتر. کم شهادتی من یه مرده گرفتار بودم، ولی همیشه اگه لایو هم نباشه میرم ویدیو های شما رو گوش میدم. زنده باشید انشاءالله. یک دنیا از مشارکتتون در برنامه سپاسگزار هستم و خواهش میکنم انشاءالله موفق باشید و واقعا خدا عزیز شما رو خودش بده. توفیق شما رو از خدا میخوام و برای اینکه امرتون رو همین الان هم اجرا کرده باشم، یکی از آیه های قرآن رو بعد از فرمایشات جناب عالی شروع میکنم و فکر میکنم با همین آیه هم برنامه رو به سر میبریم و امیدوار هستیم که مورد قبول حضرت حق قرار بگیریم. یک دنیا ممنونم از انشاءالله. خیلی ممنون. شب شما بخیر. در مورد حمایت حقوق دیگراندیشان و درباره اینکه قرآن در مورد دیگر باورمندان چه میگوید و در واقع نقش قرآن و نقش اسلام قرآنی در مقابل عقاید متفاوت به چه شکلی در قرآن دستور داده شده، این رو با هم مرور کوتاهی میکنیم و بدون اینکه من اظهار نظر کنم در مورد اونچه که به نام اسلام انجام میشه، یعنی وقتی که فرض بفرمایید یک گروهی مثل داعش میگوید که یک عده‌ای چون ایزدی هستند یا یک عده‌ای چون به یک رشته دیگری از اسلام معتقد هستند با اونها همین رفتاری رو میکنند که میبینید که بحث من الان راجع به اونها نیست، بحث من راجع به رد کردن استناد کار اونها به اسلامه. یا کسانی که به نام اسلام با مسیحیت دشمنی میکنند، با یهودیان دشمنی میکنند، با بیدین ها دشمنی میکنند، ببینیم که حکم صریح قرآن در مقابل وظیفه مسلم با غیر مسلم در دو کلمه خلاصه میشه. ببینیم قرآن در مورد اینها چه میگوید. در سوره کافرون سوره 109 از قرآن مجید به این ترتیب شروع می شود که قل بگو یا ایها الکافرون، بگو ای کسانی که کفر می ورزید، یعنی دانسته علم خودتون رو مورد انکار و مورد تکذیب قرار می دهید، به چیزی علم دارید، احتیاجی به تعلیم ندارید، احتیاجی به اخلاق دارید، میگویید نمیدانیم و دروغ میگویید و علم خودتون رو و اعتقادتون رو انکار میکنید، کافر هستید، پوشاننده هستید. بگو ای جماعت و ای جامعه کفرورزان. کفرورز میتواند کافر باشد، میتواند مرتد باشد، میتواند که ملحد باشد، میتواند مبدع باشد، میتواند مشرک باشد، یا میتواند هر چیز دیگری غیر از موحد باشد، ولی جنگ نمی کند. همه این اشکالات رو دارد ولی در حال حرب و جنگ نیست، در مرحله عقیده است. عقیده به یک دینی دارد و به دین خودش عمل میکند، حالا هر دینی باشد. قل یا ایها الکافرون، لا اعبد ما تعبدون، من عبادت نمی کنم آنچرا تو عبادت میکنی، ولا انتم عابدون ما اعبد، و تو هم عبادت نمی کنی از آنچه من عبادت می کنم. خداهای ما با هم فرق می کند، معبودهای ما با هم فرق می کند، مقصودهای ما با هم فرق می کند، راههای ما با هم فرق می کند، پرستش ما فرق می کند.
توحید ما فرق میکند. هیچ چیز ما شبیه به هم نیست. ولا انا عابدون ما عبدتم، و من عبادت نخواهم کرد چیزی رو که شما عبادت میکنید. یعنی تأکید مؤکد بر این که به هیچ عنوان ما با هم همراه و هم فکر و هم عقیده نیستیم تحت هیچ عنوان. ولا انتم عابدون ما عبد، حتی تو هم به هیچ وجه عبادت نمی کنی آنچرا که من عبادت می کنم. این نیست که یک سر با اون سر مخالف باشه، هر دو سر با هم مخالفیم، هم تو با من مخالفی هم من با تو مخالفم، و این خیلی مهم است. به عنوان مثال شما اگر یک فرد یهودی رو در نظر بگیرید، یهودی نه مسیحی رو قبول داره نه مسلمان رو، معبود اینها معبود اونها نیستند. اما مسیحی و مسلمان هر دو یهودی رو قبول دارند. یک پله بالاتر اگر شما به یک مسیحی صحبت بکنید، مسیحی مسلمان رو قبول نداره، نمیتواند قبول داشته باشد و قبول هم ندارد. یعنی از نظر یک مسیحی مسلمان دگراندیش است یا کافر است یا دگراندیش است، اما از نظر مسلمان مسیحی کافر نیست، مسیحی موحد است. یعنی در این تفاوت دو طرفه وجود ندارد، یک طرف با طرف دیگر مخالف است، طرف دیگر با طرف اول موافق است. یعنی یک مسلمان محمدی خودش رو در درجه اول مسیحی عیسوی میداند و در ادامه و امتداد مسیحیت خودش رو مسلمان میداند، ولی مسیحی البته چنین فکر نمی کند. در این فرمان خدا نسبت به آخرین و بالاترین حد اختلاف و تباین صحبت می کند که هر دو هم دیگر رو قبول ندارند. مثل مثلا یک مسلمان و یک بودایی، یک مسلمان و یک هندو، یک مسلمان و یک ضد دین، یک مسلمان و یک مشرک، هیچ کدام هم دیگر قبول ندارد. یعنی اوج شدت تباین و تضاد عقیده سوره کافرون در اونجاست، و به این خاطر هست که چهار بار تکرار میکنه که ما معبودمون یکی نیستند. تو معبودت بوته، معبودت گاوه، معبودت پوله، معبودت بانکه، معبودت قمارخانه است. من معبودم کسی دیگری است که مثل معبود تو نیست و تحت هیچ عنوان معبود من معبود تو نخواهد بود و تو هم به هیچ قیمتی معبود من رو نمیپذیری. همه این مقدمات رو که میگوید حکم صادر میکند قرآن، فرمان میدهد به همه مسلمین جهان که در مقابل این شرایط که با ملحد، با مشرک، با مرتد، با کافر، با دینساز روبرو می شوی، با ضد دین روبرو می شوی، با ناباور به خدا روبرو می شوی، تکلیف تو در مقابل اینها چیست؟ باید اینها رو بکشی؟ باید اینها رو از حقوق اجتماعی محروم کنی؟ در مورد اینها چه باید انجام بدی؟ نسخه ای که قرآن می نویسد، اولا فراموش نکنید که الحاد، کفر، شرک، افترا، دروغ، چند خداپرستی، رب و نوع پرستی، بت پرستی، همه اینها رو قرآن دین مینامه. یعنی به هیچ کدام اینها حقارت و توهین وارد نمیکنه که بگه این مرام کثیفی که تو داری، این کار زشتی که تو داری، این چیز فاسدی که تو میپرستی. به هیچ عنوان قرآن واژه زشت در مورد کسانی که باور زشت دارند، ملحده، کارش فحاشیست، منکره، علم خودش رو انکار میکنه، مشرکه، کارخانه خداسازی باز کرده،
کلام خودش رو معادل کلام خدا می داند. می گوید اگر این قرآن رو نمی فهمی کلام من رو گوش بده بفهمی. اگر خدا عرضه نداشته که چیزی رو به تو تفهیم کنه، تدریس کنه، من نقص خدا رو جبران می کنم. کلام من کلام خداست و جاهایی که کلام خدا ناقصه کلام من رو کامل می کنه. یعنی شما با انواع و اقسام افراد روبرو می شید که در جهات مختلف راه های انحرافی مختلفی رو در پیش می گیرند، چون که دین می سازد، چون که دین خراب می کند، چون که کفر می ورزد، چون که دروغ می گوید، چون که تکذیب می کند، چون که انکار می کند، چون که الحاد می کند، چون که ارتداد می کند، مرتد می شود. یعنی یک دینی رو که امروز قبول کرده فردا از این دین خارج می شود. اسم همه اینها رو قرآن می گذارد دین. یک پروتکلی قرآن در اینجا در واقع پیاده می کند که به هر عقیده و به هر مرام و به هر نوع اعتقاد و ایمان نام دین میگذاره. دین در انحصار دین توحیدی نیست، دین در انحصار اسلام نیست، دین در انحصار قرآن و محمد نیست. هر عقیده‌ای در منظر قرآن دین نام داره، حتی اگر اون دین ها توهین به اسلام باشه، خروج از اسلام باشه، از نظر عقیدتی در مقابل اسلام بیسته، یعنی ارتداد باشه، انحطاط باشه، الحاد باشه. مثل مثالی که قبل از تنفس دادم در مورد کسانی که مد شده در شهر ما که درباره مقدسات مردم با توهین باعث آزار عاطفی مردم بشن، اونها هم اسمش رو قرآن دین میگذاره و به اونها زشگویی نمی کنه و نهایتاً حکم صادر می کنه که این حکم مهمترین و شاخصترین سند افتخار آزادی بیانه. یعنی تضمین می کنه آزادی بیان رو و به بیان افراد نام دین می گذاره، همون اسمی رو که رو خودش می گذاره. قرآن روی خودش اسم دین می گذاره، روی ارتداد و الحاد هم نام دین میگذاره. در این حد اونها رو نگاه میکنه و میگوید که لکم دینکم، همه این اعتقاداتی که عرض کردم نام دین میگیره. دین شما مال شما، دین شما برای شما، بدون توهین، بدون تحقیر، بدون استهزاء، بدون زشتگویی، فقط عدم قبول رو اعلام میکنه. لکم دینکم، دین شما مال شما، ودیه دین و مال من دین من. هیچ بیان آزادی بیان و هیچ بیانی در ارتباط با حقوق بشر که مبنای حقوق بشر آزادی بیان هست در جایی وجود نداره جز این آیه قرآن. هر کس که به نام اسلام و به نام قرآن با صاحبان عقیده به هر شکل و به هر صورتی که باشد به مبارزه و توهین و جنگ و بی‌حرمتی و سلب حقوق بپردازد و تفاوت حقوق قائل بشود، در دیدگاه معلم قرآن مسئول است و در واقع حق الله کرده است و دین و بدهی به مردمی دارد که حق اونها را سرقت کرده است. آزادی بیان در قرآن یک حق است، آزادی عقیده در قرآن یک حق است. مسلمانان قرآنی مراقب باشند که به حق دیگران تجاوز نکنند و مدیون هزاران هزار نفر انسان در سراسر جهان نشوند، نه تدریس تبعیض کنند
و نه خواهان تبعیض باشند و نه از تبعیض دفاع کنند و بدانند که کتاب اونها ضمن اینکه پذیرایی زشتی نمی کنه و کفر و شرک رو به عنوان دین برای خودش نمی پذیره و قبول نمی کنه، اما هر دین و هر عقیده ای رو برای هر جامعه ای محترم می شماره و به حقیقت گویی می پردازه، به روشنسازی می پردازه که بدان من وارد دین تو نمی شوم، تو هم وارد دین من نمی شوی، ما با هم تفاوت عقیده داریم، اما حق تو به عنوان یک انسان در مقابل حق من به عنوان یک انسان محفوظ است. ما همه به وجود این سند افتخار و آزادی بیان مباهات می‌ورزیم. برنامه امشب ما در اینجا به پایان می‌رسد. از همنشینی با شما عزیزان بسیار مشعوف هستم. تا نشستی دیگر، شاید فردا شب پنجشنبه شب به خانه های شما بیاییم و میهمان شما باشیم. روز و شب بر شما خوش باد. خدا یار و نگهدار شما باشد. خدا حافظ. هست و صورتم تو جان جهان و هر چه در او هست و صورتم